بسیار خوب، سلام عرض می کنم خدمت شما دوستان عزیز، عرض خوش آمد خدمت شما عزیزان. ما جلسه اول دوره سوم کلاس اقتصاد کلان را آغاز می کنیم. افتخاری است برای بنده که در خدمت شما هستم و امیدوارم که تا حالا دو دوره اقتصاد کلان برای شما مفید بوده باشه. این دوره از نظر تکنیکی یک مقدار دوره مشکلی هست، ولی اگر دقت بفرمایید یک سری گره‌های ذهنی در این دوره به امید خدا حذف خواهد شد از ذهن شما که خیلی به شما کمک میکنه که در آینده به امید خدا موفق باشید و در آینده بتونید بهترین تحلیل‌های اقتصادی رو داشته باشید. حالا چرا این گونه هست؟ چون که ما در این دوره می‌خوایم در مورد اقتصاد باز صحبت کنیم. تا حالا هر صحبتی ما داشتیم، هر تحلیلی که ما داشتیم در مورد اقتصاد بسته بود. ما در دنیا به اون صورت اقتصاد بسته نداریم. حالا اگر اقتصاد مثلا کره شمالی هم اقتصاد بسته ای هست، ولی اقتصاد مبتنی بر بازار نیست. این رو دقت بفرمایید. اقتصادهایی که میتونیم به عنوان اقتصاد بسته در نظر بگیریم، مثل مثلا اقتصاد ژاپن، اقتصاد ایالات متحده امریکا و اقتصاد ایران، اینها اقتصادهایی هستند که ما میتونیم تحت عنوان اقتصادهای بسته یا به عبارت بهتر اقتصادهای نیمه باز در نظر بگیریم. برای برخی از کشورهای جهان اقتصادهای کوچک باز هستند و برخی از کشورهای دنیا اقتصادهای بزرگ نیمه باز هستند که کشور ما جزء اقتصادهای بزرگ نیمه باز شناخته میشه. بنابراین در تحلیل مثل اقتصاد ایالات متحده که در این کتاب اومده، در کتابهای منکی اومده، شما میتونید اقتصاد ایران رو هم تحلیل کنید. این یک قدم بزرگ هست در تحلیل اقتصادی ما و در آشنایی با مباحث اقتصادی. بسیار خوب. پس ما رفتیم سراغ فصل 6، اقتصاد باز. این فصلی که خدمتون هستیم یک قدم بزرگ هست در تحلیل اقتصادی، به خاطر اینکه تحلیل اقتصاد بسته خیلی ساده تر هست. تحلیل اقتصاد باز شما قدرت تحلیلتون به شدت افزایش پیدا میکنه. ما تقریبا میتونیم فرض کنیم که در دنیا اقتصاد بسته به اون صورت نداریم، ولی اقتصادهای بزرگ نیمه باز داریم. مثال مشخص اقتصادهای بزرگ نیمه باز اقتصادهایی هستند که مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص ملی، یعنی نسبت که در نظر میگیریم در صورت اون کسر صادرات و واردات رو میگذاریم، در مخرج تولید ناخالص ملی رو میگذاریم، اگر این نسبت کوچک باشد ما این اقتصاد رو اقتصاد بسته در نظر میگیریم. مثلا اقتصاد ایالات متحده و اقتصاد ژاپن به مراتب بسته تر هستند نسبت به اقتصاد آلمان. یا مورد دیگه اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد ترکیه یا عربستان سعودی اقتصاد بسیار بسته ای در نظر گرفته می شود. بسیار. بریم جلوتر با همدیگه انشالله این فصل آغاز کنیم. ما در مورد یک اتحاد حسابداری صحبت خواهیم کرد، یک رابطه حسابداری صحبت خواهیم کرد برای اقتصاد باز و بعد یک مدل اقتصاد کوچک باز رو خدمت شما نمایش خواهیم داد. اقتصاد کوچک باز یعنی کشوری که اقتصاد کوچکی داره و اقتصاد باز هست نسبت به اقتصاد جهانی کوچک هست. مثلا وضعیتی که سنگاپور داره، وضعیتی که دبی داره، امارات داره، قطر داره، اینها اقتصادهای بازی هستن که سایز کوچکی نسبت به اقتصاد جهانی دارن، هرچند که اقتصاد امارات تقریبا داره به اقتصاد ما نزدیک میشه. اقتصاد ایران رو میشه اقتصاد کوچک نیمه باز در نظر گرفت. از یک جهتی نسبت به اقتصاد جهانی اقتصاد کوچکی هست، هرچند که شاید مثلا رتبه 18 رو در دنیا داره، ولی نسبت به اقتصادهای بزرگ جهان اقتصاد ایران کوچک است. حالا این که معیار کوچکی و بزرگی هم چه هست خدمتتون عرض خواهم کرد. چه چیزی آن را کوچک می‌کند؟ این معیار رو خدمتتون توضیح خواهیم داد. چگونه تراز تجاری و نرخ ارز تعیین می‌شود؟ خب ما می‌خوایم تراز تجاری رو تعیین کنیم. تراز تجاری رو قبلا خدمتتون توضیح دادیم. الان یک عبارت جدیدی هست. Trade balance این عبارت جدیدی هست به نام تراز تجاری، ولی قبل از این نت اکسپورت رو داشتیم که صادرات منهای واردات بود. اینها هر دو یک مفهوم هستند.
این ربط داره به نرخ ارز. منتها اینجا هم ما دو نوع نرخ ارز تعیین خواهیم کرد، دو نوع نرخ ارز تعریف خواهیم کرد، یکی نرخ ارز حقیقی است و یکی نرخ ارز اسمی است. اینها تفاوت‌هایی است، اینها نکات مغفولی است که اقتصاددانان ایرانی نمی‌بینند. اساتید اقتصاد ایران با اینکه اینها رو ممکنه در کلاسشون درس بدن، ولی در محاسبات خودشون در نظر نمی‌گیرند. مباحث این فصل خیلی مباحث جالبی هست. توصیه من این هست که فصل رو بخونید. مطالب بسیار عمیقی رو خواهید آموخت. سر صبرم بخونید. هر شب قبل از خواب مثلا 2 صفحه، 3 صفحه، 5 صفحه هر چقدر براتون مقدور هست بخونید، یا در گروهی که بعضی از دوستان تشکیل دادن و اقدام به بازخوانی کتاب میکنن، اگر در گروه حضور پیدا کنید خیلی برای شما ممکنه مفید باشه. منتها وقت بیشتری باید بگذارید. توصیه اکید میکنم که وقت بیشتر بگذارید، فرصت رو غنیمت بشمارید. انشاءالله بعد از 6 ماه تک تک شما عزیزان که به این کلاس پیوستید به اقتصاددان بارز و مبرز تبدیل خواهید شد. عرض کردم قبلا خدمتتون، هر کدوم از این دو کتابی که ما هر دو رو درس میدیم به عنوان مرجع دروس اقتصاد در سطح کارشناسی ارشد و به خصوص MBA در دانشگاه‌های اول دنیا در نظر گرفته میشه. چگونه سیاست‌ها بر تراز تجاری و نرخ ارز اثر می‌گذارد؟ ببینید، واردات و صادرات کشورهای منتخب رو در سال 2013 در نظر بگیرید. تقریبا همین روند ادامه پیدا کرده تا امروز. اقتصاد امریکا رو که نگاه میکنید، صادرات و واردات اگر مجموعش رو نگاه کنید یه چیزی حدود 25% از جی دی پی رو تشکیل میده. بنابراین اقتصاد امریکا یک اقتصاد بسیار بسته است. اقتصاد ژاپن رو که در نظر میگیرید یه چیزی حدود 60% است. اقتصاد ژاپن هم عنوان اقتصاد بسته در نظر گرفته میشه. اقتصاد برزیل هم به عنوان اقتصاد بسته در نظر گرفته میشه. اقتصاد ایران هم به عنوان اقتصاد بسته در نظر گرفته میشه. ولی حالا اگر شما ملاحظه کنید که مثلا اقتصاد کشور آلمان رو اگر در نظر بگیرید، که اقتصاد کشور آلمان مثلا وارداتش در اون سال 40% بوده، صادراتش حدود 45% بوده، مجموع اینها به اون رقم 100% نزدیک میشه که ما وقتی که مجموع صادرات و واردات تولید ناخالص ملی به حدود 100% برسه، این اقتصاد رو اقتصاد باز در نظر خواهیم گرفت. پس بنابراین به اقتصاد باز نزدیک خواهیم شد. بنابراین کشورهای اروپایی رو ما به عنوان اقتصاد باز در نظر میگیریم، یا کانادا رو به عنوان اقتصاد باز در نظر میگیریم. باز یک نکته دیگر رو خدمتتون عرض میکنم که شاید کمتر شنیده باشید، اونم این هست که برخی از این کشورها اگر مجموعه کشورها رو در نظر بگیرید، مجددا اقتصاد تبدیل به اقتصاد بسته یا نیمه باز خواهد شد. مثلا کانادا که ملاحظه می‌فرمایید مقدار صادرات و واردات به تولید ناخالص ملی شاید چیزی حدود بیش از 60% حدود 70% ممکنه باشه. بنابراین ممکنه که اقتصاد کانادا رو شما اقتصاد باز در نظر بگیرید. اما اگر که ترکیب اقتصاد کانادا و آمریکا رو با هم در نظر بگیرید، برای هر دو کشور این نرخ‌ها به شدت کاهش پیدا می‌کنه. یعنی درسته این اقتصاد مثلا یک مقدار مبادلات تجاری دارن، ولی مبادلات تجاری با همدیگه خواهد بود، بین همسایگان خواهد بود. همین وضعیت بین مثلا بلژیک و فرانسه و مثلا آلمان، هلند، اینها در جریان هست. یعنی مثلا کشور جرمنی، کشورهای اروپایی اقتصادهای بازی دارن وقتی با این معیار می‌سنجیم، ولی مجموعه کل اقتصاد اتحادیه اروپا یک اقتصاد بسته یا نیمه باز هست. بنابراین دقت بکنید، این الان صحبتی بود که آقای ماندر که امروز به رحمت خدا رفتن این مسئله روش تاکید می‌کردن که اقتصادهایی که باز هستن در بلوک تجاری خودشون اقتصاد بسته خواهند. در یک اقتصاد باز اولا باید بدونی که spending need not equal output. ببینید، و مسئله دوم saving need not equal investment. خب چه داره میگه اینجا؟ اینجا اون فروزی قبلا داشتیم، فروزی که کاملا تحلیل‌های ما رو انقدر ساده میکرد که ما برخی وقتا بهش توجه نمیکردیم اصلا، تمام اون فروز نقص خواهد شد. یعنی چه؟ یعنی مثلا هزینه ها در این اقتصاد با تولید برابر نیست. ممکنه اقتصادی بیشتر مصرف کنه، بیشتر هزینه کنه از تولیدی که داره، یا اقتصادی کمتر هزینه کنه، کمتر مصرف کنه نسبت به تولیدی که داره. اگر خاطرتون باشه قبلا وقتی هزینه و مصرف رو مصرف و تولید رو در نظر می‌گرفتیم، یا تقاضا و تولید رو در نظر می‌گرفتیم، در نهایت می‌گفتیم که در حالت تعادلی این دو به هم می‌رسن.
اما اینجا در حالت تعادلی اینها به هم نمیرسن. مسئله دیگر این هست که اگر که هزینه ها و تولید با هم دیگه برابر نشوند، هیچ لزومی نداره که پسنداز و سرمایه گذاری با هم برابر بشوند. پس پسنداز و سرمایه گذاری هم با هم برابر نمیشوند. بنابراین یک علامت سوال بزرگی به وجود میاد. پس آیا در این اقتصادهایی که باز هستند، آیا کیاس حکم فرماست؟ آیا اختشاش حکم فرماست؟ مطلقاً چنین نیست، بلکه رابطه با جهان تعیین خواهد کرد که اون مازاد هزینه یا مازاد تولید چگونه خرج خواهد شد، یا مازاد پسنداز یا مازاد سرمایه گذاری به چه نفع عمل خواهد کرد. وقتی اقتصاد باز باشه، ببینید این فرمولی هست که ما قبلا داشتیم، اگر خاطرتون باشه، یک زمانی هم اکسپورت رو مساوی با صفر قرار دادیم، هم امپورت رو مساوی با صفر قرار دادیم، هم نت اکسپورت رو مساوی با صفر قرار دادیم. این نت اکسپورت هست، اکسپورت منظور صادرات هست، امپورت منظور واردات هست. نت اکسپورت یعنی واردات خالص. این واردات خالص حالا ما میایم به معادله اضافه میکنیم. اول به نظر خیلی ساده میرسه، دقت بفرمایید. اول اینطوری هست که وای مساوی با سی به علاوه آی به علاوه جی به علاوه ان اکس. یعنی چه؟ یعنی مقدار تولیدی که انجام میشود برابر، یعنی تولیدی که در یک اقتصاد انجام میشود یا صرف مصرف خواهد شد، یا اینطور بگیم درآمدی که کشور خواهد داشت یا تولیدی که کشور خواهد داشت، یا صرف مصرف خواهد شد یا صرف سرمایه گذاری خواهد شد. این سرمایه گذاری هم سرمایه گذاری بخش عمومی هم در دل خودش داره، هم سرمایه گذاری خصوصی رو داره، هم سرمایه گذاری عمومی رو داره، و هم صرف هزینه های دولت خواهد شد، و هم حالا اینطور عنوان میکنیم که صرف خالص صادرات خواهد شد، یعنی صادرات منهای واردات خواهد شد. مثلا اگر کشوری 100 واحد کالا تولید کرد، 90 واحد رو داخل کشور مصرف کرد، 10 واحد رو لاجرم باید صادر بکنه دیگه، این که نمیتونه همش مرتب این مثلا تولید رو نگه داره. بنابراین مثلا وارداتش ممکنه مثلا به عدد 50 باشه، صادراتش باید 60 باشه، صادرات باید 10 واحد بیشتر باشه از واردات. بسیار، اگر تا اینجا سوالی هست من در خدمتتون هستم. مجددا خدمتتون عرض میکنم که ببینید، خالص واردات، خالص صادرات یا نت اکسپورت مساوی است با مقدار تولید اون کشور منهای مقدار مصرف داخلی. هر چقدر مازاد موند، این مازاد باید صرف خالص صادرات بشه، نه اینکه صرف صادرات بشه، صرف خالص صادرات بشه. یعنی چی؟ عرض کردم، بازم دوباره مجددا تاکید میکنم، اگر تولید شما بود 100، مصرف داخلی بود 90، 10 واحد اینجا اضافه میاد، این 10 واحد صادرات نسبت به واردات باید 10 واحد بالاتر باشه. به همین راحتی صادرات نسبت به واردات باید 10 واحد بالاتر قرار بگیره. بسیار خوب، پس نت اکسپورت که هست صادرات منهای واردات، اینجا برابر میشه با وای، یعنی تولید، منهای داخل پرانتز مصرف، که مصرف مساوی است با مصرف خصوصی به علاوه سرمایه گذاری به علاوه هزینه های دولت. حالا اگر این NX ما، اگر این مازاد تجاری، اگر که ما اندازه NX مون مثبت باشه، بگیم مازاد تجاری داریم. وقتی مازاد تجاری داری، یعنی تولید از هزینه بیشتره، یعنی صادرات از واردات بیشتره. بیشتر از این که هزینه کنی تولید میکنی، بعد اون تولید رو چیکار میکنی؟ اون تولید رو بیشتر صادر میکنی نسبت به واردات خودت. کشوری که کسری تجاری داره برعکس است، هزینه بیشتر از تولید است، بیشتر مصرف میکنه نسبت به تولید، بنابراین واردات از صادرات بیشتر. پس اندازه کسری بودجه برابر خواهد بود با منهای NX. چرا؟ خود NX عدد منفیه. ببخشید، کسری بودجه عرض کردم، اندازه کسری تجاری، این NX عدد منفیه. حالا اگر NX عدد منفی باشه، اگر NX عدد منفی باشه، وقتی منهای NX رو در نظر میگیریم، میگیم مثلا کسری تجاری یک کشور مثلا 10 میلیارد دلار. 10 میلیارد دلار یعنی 10 میلیارد دلار منفی، 10 میلیارد دلار کسری. اما حالا میخوایم یک مسئله دیگر رو خدمتتون عرض کنیم که این مسئله خیلی عجیبه. اولا قبل از اینکه اینو عرض کنم، این یک سوال من خدمتتون داشته باشم. خب دوستان عزیز، به نظر شما
من الان یه دور نظرسنجی برای شما انجام میدم. کدام ارجح است؟ در باره تراز تجاری. دوستان ما سوال میکنیم. این که تراز تجاری مثبت ارجح است یا منفی ارجح است؟ یا هیچ کدوم؟ خب من این نظرسنجی رو لطفاً جواب بدید. دوستان ملاحظه بفرمایید. 53.59% دوستان گفتن که تراز تجاری مثبت ارجحه. جواب می‌فرمایید. حدود 5% گفتن تراز تجاری منفی ارجحه. و 35% گفتن که 36% گفتن که هیچ کدام. از دوستان اگر کسی میتونه صحبت کنم، اگر پناه داره صحبت کنید یا بنویسید اینجا، بفرمایید از گزیده خودتون دفاع کنید. آقای امید رضایی تشریف بیارید بالا در خدمت. بفرمایید آقای رضایی. سلام آقای دکتر. وقت شما بخیر. صدای منو دارید؟ بله صدای شما رو دارم. شما کدوم گزینه رو انتخاب کردید؟ تراز تجاری مثبت رو انتخاب کردم. بله. و بله. وقتی تراز تجاری مثبته یعنی اقتصاد شما اقتصاد تولید کننده ایه و داره به جهان داره حالا یا به خدمات یا محصولات داره میفروشه و در قبال اون خدمات و محصولاتی که داره میفروشه شما واردات سرمایه هم دارید، سرمایه به شرکت به کشورتون وارد میشه و یه خب از دنیا طلبکار میشید، بدهکار نمیشید به دنیا و اندازه اقتصادتون میتونه بزرگتر شه. این چیزی که میتونم خدمتتون بگم. آقای رضایی عزیز، شما وقتی که تراز تجاریتون مثبته یعنی بیشتر از اون که یعنی یک مقدار کالا تولید میکنید که مصرف نمیکنید و صادر میکنید. چگونه ممکنه کالایی رو صادر کنید؟ شما همزمان متوجه میشم یعنی چی؟ یعنی این صحبتی که شما کردید کاملا معکوسه. یعنی شما وقتی که مقدار صادراتتون بیشتر از وارداتتون باشه این به همون معنی هست که مقدار سیوینگتون بیشتر از اینوستمنت خواهد بود. یعنی شما نه فقط وارد کننده خالص سرمایه نخواهید بود که صادر کننده خالص سرمایه هست. درست میفرمایید؟ خیلی در مقابل صادر کردن کالاها چی دریافت میکنیم؟ بله. ما در مقابل کالایی که تولید کردیم چون داریم با یه حاشیه سودی داریم میفروشیمش به دنیا اون کالا رو دیگه. بله. یا خدمات رو. بله. خب اون برای ما یه جریان مثبت داره ایجاد میکنه. این که متوجه منظور شما نمیشم که برعکس شو فکر کنی خیلی راحت. شما با همین استدلالی که الان کردی اگه عکسش رو ببینی خیالت تخت میشه. چرا مخالف تراز تجاری منفی هستی؟ تراز تجاری منفی برای اینکه شما هی دارید مغروز میشید برای اینکه واردات انجام بدید و مصرف کنید. بله. شما هی دارید یه چیزهایی رو واگذار کنید. اون وارد مصرف کنه. مصرف کننده که وقتی هستید در مصرفتون بیشتر از تولیدتون هست یه چیزی رو باید واگذار کنید تا بتونید واردات انجام بدید و مصرف کنید. این دقیقه من احسنت با شما. ببینید همین مسئله در مورد معکوسش هم صادقه. پس مسئله اینجاست که وقتی تراز تجاری شما منفی بود شما باید استقراض کنید از خارج، یا باید سرمایه گذاری خارجی داشته باشی، یا باید از خارج بالاخره یک منابع تأمین کنی که بتونید بیشتر از اون که صادر میکنید وارد کنید. حالا اگر بخواید بیشتر از اون که وارد میکنید اگر بیشتر از اون که وارد کنید یه منفی هم میشه، یه کمتر میشه، یعنی فشرده تر میشه و کوچکتر میتونید بشید. نه همچین تصوری دارم من. نه کوچکتر نمیشید، ولی مسئله که اتفاق میفته این هست که شما مرتب مجبوری که از دنیا قرض کنی یا جریان سرمایه به سمت کشورت باید زیاد باشه.
که پول دست شما بیاد که این پول رو بتونی خرج کنی که وارداتت بیشتر از صادراتت بشه. دقت کردی؟ شما این دوستانه که ببینید اگر اینقدر مشخص بود که الان وضع اقتصاد ما الان این نبود که الان امروز ما نگران نشید. ببینید این مطالبی که الان داریم خدمت شما عرض میکنیم اینا مطالبی هست که در اقتصاد ایران تقریبا اساتید بزرگ اقتصاد ایران در اینا مشکل دارن، متوجه نمیشن درست. دقت میفرمایید؟ همین هاست که وضع اقتصاد ایران به اینجا کشیده شد. دقت میفرمایید؟ ببینید وقتی که شما صادراتتون بیشتر از وارداتتون باشه چگونه ممکن اصلا این اتفاق بیفته؟ صادرات بیشتر از واردات باشه، باید لاجرم پس انداز شما بیشتر از سرمایه گذاری باشه. حالا خدمتتون نشون میدم، یعنی شما از یک طرف باید صادراتتون رو رشد بدید، از طرف دیگه باید برید تو همون تو در دنیا سرمایه گذاری کنید. یعنی شما میشید منبع سرمایه گذاری خارجی، اتفاقی که در چین افتاده. اگر میخواید مثل امریکا باشید، امریکا تراز تجاریش منفیه، از همه دنیا سرمایه جذب میکنه. بنابراین حرفای ژورنالیستی و سیاسی رو ما میخواییم در این کلاس یک مقدار محک بزنیم، ببینیم این حرفای ژورنالیستی و سیاسی که ما تا حالا در سنمون 20 سال باشه، 15 سال باشه، 40 سال باشه، 50 سال باشه، هرچه این سخنان سیاسی که زده شده و تو ذهن ما رفته، تا چه حد اینها درسته، تا چه حد با واقعیت سازگاره. با یک آیدنتیتی خیلی ساده، با یک معادله خیلی ساده، یک رابطه خیلی ساده ریاضی ما خدمت شما نشون خواهیم داد که وقتی که شما از نظر صادرات بر واردات تفوق داری، مجبوری، چاره‌ای نداری مگر اینکه بری در دنیا سرمایه گذاری کنی، بری قرض بدی که کالاتو بخرن، که شما بتونی چیکار کنی؟ بیشتر بفروشی. اگر تراز باشه مشکل نداری ها، دقت فرمودید، اونم تراز در سطح جهانی، نه تراز در سطح یک کشور خاص. بسیار خوب دوستان، پاسخ این است. بفرمایید. عذر می‌خوام دکتر، من الان که مزاحم شدم حالا یه موضوعی هم بگم. ببینید الان من بفرمایید دقیقا متوجه مشکلش نشدم. الان توی زمان شاه من خوندم جایی که اون موقعی که قیمت نفت به شدت رشد کرد و ایران از نظر درآمدهای ارزی و تراز تجاریش به شدت مثبت بود و حالا توی توضیحی که اونجا خوندم و خدمتتون میگم و ایران نمیتونست اون حجم سرمایه رو جذب کنه داخل کشور و استفاده بشه تو صنایع، حالا یا صنایع وجود نداشته یا اونقدر نبوده که بخواد جذب کنه. این رو شاه توی صنایع مختلف توی کشورهای مختلف سرمایه گذاری کرده و جوری که من میخوندم مثلا فرض کنید به سازمان ملل، به یونسکو و جاهای مختلف وام میداده که در اختیار کشورهای مثلا ضعیف‌تر قرار بگیره و این بالاخره این پولی که این مازادی که به وجود اومده خواهد از کشور سرمایه گذاری میشده. بله. حالا من مشکل این رو نمیفهمم، یعنی توی توضیح شما فرمودید میفهمید که آره مثلا من ترازم مثبت باید به بقیه دنیا وام بدم، وقتی ترازم منفیه باید از بقیه دنیا وام بگیرم. بله. یا داخل کشور من میان سرمایه گذاری کنن. من ایراد اینو متوجه نمیشم. ببخشید من میکروفونم میبندم دیگه حرف شما گوش میدم. خواهش میکنم. سوال خوبی مطرح کردی، تا آخر این دوره بهش بر میگردیم با امید خدا. دقیق فرمودید که اگر که مثلا ما تراز تجاریمون به شدت مثبت شد، البته به دلیل نفت به شدت مثبت شد، درآمد خیلی زیادی ما به دست آوردیم، صادرات خیلی شدیدی کردیم، باید چه کنیم؟ خب چاره ای نداریم دیگه، این تراز تجاریمون به شدت مثبت شد، ما باید بریم در خارج سرمایه گذاری کنیم. حالا توصیه‌ای که بنده داشتم اینه که در زیر ساختا میتونن سرمایه گذاری کنن، در زمان قبل از انقلاب هم انجام شده تا یک حدی، ولی خب وقتی که درآمد مازاد داری آخرش همشو که نمیتونی وارد کنی، که این اتفاق بوده در سالهای 52 53 افتاد. ما به اینها برمیگردیم دوستان عزیز. فقط خواستم بهتون نشون بدم که انقدر ساده نیست این مطالبی که داریم مطرح میکنیم، چون انقدر تا آخر همین کلاس انقدر مطلب به نظر شما بعید عادی و ساده میرسه که اصلا بعدا میگید خب معلومه که اینطور هست، ولی معما چهارگشت آسان شود. دقیق میفرمایید. خیلی خوب، حالا ما برمیگردیم دیگه، من ادامه نمیدم، برمیگردیم روی اسلاید. ملاحظه بفرمایید این اسلاید ما چی میگه.
اسلاید ما میگه که همونطور که شما میتونید تراز تجاری داشته باشی و روی تراز تجاری بحث کنی، که اینجا ما روی تراز تجاری بحث کردیم، اسم دیگر تراز تجاری همین خالص صادرات هست. یعنی هر دوش یک عنوان هست، Trade Surplus یا Net Export، اینها هر دو یکی هستند. همینجور که این رو داریم شما میتونید چی داشته باشید؟ میتونید خالص جریان خروج سرمایه داشته باشید. اسم منهای آی رو یاد بگیری، اسم منهای آی رو در نظر بگیری. اس چی بود دوستان؟ اس بود سیوینگز یا سیوینگ. اس یعنی پسنداز. پسنداز منهای سرمایه گذاری، اگر شما پسنداز کردی، ببینید ما اصلا در مورد پول الان صحبت نمی کنیم، در مورد کالا صحبت می کنیم. یه مقدار کالا پسنداز می کنی، به اون مقدار کالا شما چیکار نکردی؟ شما سرمایه گذاری نکردی. وقتی پس انداز میکنی یعنی پس از مصرف، تولید پس از مصرف. یک مقدار کالا مازاد مونده، اون رو شما چکار نکردی؟ اون رو شما سرمایه گذاری نکردی. اگر سرمایه گذاری نکردی باید در خارج از کشور پس اندازش کنی، دیگه نمیتونی در داخل پس اندازش کنی. پس اگر اس پس انداز ملی بزرگتر از آی سرمایه گذاری ملی بود، یعنی این کشور یک کشور وامدهنده خالصه. آیا مثالی دارید در دنیا که کشوری باشه که پس که وام دهنده خالص باشه به کشورهای دیگه وام میده؟ میشناسید؟ بله. ببینم دوستان چی نوشتند. بله، اگر واردات برای فناوری و زیرساخت‌ها هزینه بشه، میزان مصرف هم بیشتر بشه، موجب رونق تولید میشه. اینو در مورد صحبت خواهیم کرد. حالا دوستان خیلی مطالب متعدد نوشتن. بله، حالا گفتم که چه کشوری است که وام دهنده خالص باشه. وام دهنده خالص مثلا یکیش چینه، یکیش کشورهای حاشیه خلیج فارس هستن، یکی ژاپن، اینها وام دهنده خالص هستن. یکیش مثلا میتونه آلمان باشه، آلمانه. چه کشوری وام گیرنده خالص هست؟ کدام کشور مشهور دنیا است که وام گیرنده خالص است؟ آمریکا. آمریکا وام گیرنده خالص است. یعنی چی؟ یعنی آمریکا میاد اوراق میفروشه، اوراق دولتی میفروشه. کشور چین چون نمیخواد در صادرات جا بمونه، چون میخواد وضعیت صادراتی خودشو به آمریکا حفظ کنه، مرتب کالا تولید میکنه، به آمریکا صادر میکنه، از این طرف هم در آمریکا پسنداز میکنه. بله. بس درست اشاره کردید. حالا دقت بفرمایید، ببینید NX که بود خالص صادرات مساوی است با Y منهای C به علاوه I به علاوه G. این C به علاوه I به علاوه G خاطرتون هست چی بود؟ C به علاوه I به علاوه G. این مقدار تقاضا یا کل هزینه ها در داخل اقتصاد بود. Y هم تولید بود. تولید منهای هزینه یعنی یه مقداری باقی مونده. اون مقداری که باقی مونده عرض کردم باید صادر کنیم. حالا ما اینا یه مقدار به هم می‌ریزیم ببینیم چی میشه. میایم وای رو با سی و جی در نظر میگیریم. یعنی می‌نویسیم وای منهای سی منهای جی، اینو داخل پرانتز قرار میدیم، بعد منهای آی می‌گذاریم. خب وای منهای سی منهای جی رو قبلا در فصل 3 داشتیم دیگه. بود اس، بود پسنداز ملی. پس وقتی شما خالص صادرات دارید، این خالص صادرات شما دقیقاً مساوی با مازاد تجارت، ببخشید مساوی با مازاد سرمایه، یعنی تراز تجاری مساوی است با خالص جریان خروج سرمایه. اگر شما صادر کننده محض بودید، اگر خالص به طور خالص صادر کننده بودید، یعنی این که به طور خالص خروج سرمایه در کشور شما اتفاق میفته، مثل کشور چین. و اگر تراز تجاری شما منفی است و خالص وارد کننده هستید، یعنی این که جریان ورودی سرمایه به کشور شما وجود خواهد داشت. این که کدام ارجح هست بستگی به وضعیت کشورتون داره. اگر شما میخواهید در تولید کالا موفق بشید، بهتره که خالص صادر کننده باشید. چرا؟ learning by doing، یعنی وقتی که شما یک کاری رو مرتب انجام میدید بهتر یاد میگیرید برای تولید کالا. اگر شما یک کشوری هستید که کالا تولید نمی کنید، حالا مثلا یک به یک نحو دیگری اقتصاد رو میگردونید، مثلا اقتصاد دانش بنیان دارید، حالا میخواید زندگی برای مثلا دانشمندان ارزان شود،
خب اونجا ترجیح میدید که خالص وارد کننده باشید مثل اقتصاد امریکا، منتها باید این رو برای سایر کشورها توجیه کنید و بقبولانید که بیان در کشور شما سرمایه گذاری بکنند، یعنی به کشور شما وام بدن که شما بتونید بیشتر از این که صادر میکنید وارد کنید. به همین راحتی کشوری با کسری تجاری وام گیرنده خالص است. به همین راحتی. خب حالا اینو ملاحظه بفرمایید، نوشته saving یعنی پسنداز، investment سرمایه گذاری and trade balance و تراز تجاری از 1960 تا 2014 رو در نظر بگیرید. اینجا در گراف پایین ما اومدیم درصد پسنداز و سرمایه گذاری رو در اقتصاد آمریکا در نظر گرفتیم در خلال حدود 55 سال. حدوداً 55 سال. یک سالهایی بوده که سرمایه گذاری بیشتر بوده. اکثر سالها اینطور بوده که سرمایه گذاری بیشتر از پسنداز بوده. چگونه ممکنه که در یک کشوری سرمایه گذاری بیشتر از پسنداز باشه؟ سرمایه گذاری بیشتر از پسنداز هست چون مردم مصرف دارن میکنند، از بیرون داره سرمایه گذاری میشه. خب لازم میکنید که در بالا هم میبینید که ترید بالانس شما منفی شده، یعنی ترید بالانس امریکا از 1975 تقریبا منفی شده، ولی این منفی نسبت به تولید ناخالص ملی خیلی بزرگ نیست، به حساب نمیاد. مطالب ژورنالیستی رو بذارید کنار، مثلا منهای 2% و منهای 3% اصلا مهم نیست، که بعضیا میگن حالا مثلا اقتصاد امریکا ممکنه به مثلا بنبست بخوره به این دلیل، ممکنه به دلیل دیگری به بنبست بخوره ولی به این دلیل به بنبست نمیخوره. اگر بخوایم یک کشور تاجر باشیم چی؟ حالا کشور تاجر باید ببینیم منظورتون چه هست. مثلا کشور امارات یک کشوریه که ری اکسپورتینگ خیلی درش در جریانه، اما واقعیت این است که خالص چه هست؟ خالص در واقع به صورت خالص داره در دنیا سرمایه گذاری میکنه. دقیق میفرمایید میتونید مثلا چنین کشوری داشته باشید. مقدار حالا مسائل پیچیده‌ام هست، مثلا که یک مقداری خروج سرمایه دارند که مثلا دستمزد میدن به خارجیانی که در اون کشور دارن کار میکنند، اینها منتقل میکنن به کشور مادر، اینها رو هم باید در نظر بگیرید. ولی تفاوتی من نمیبینم بین یک کشور تاجر و یک کشور تولیدی. هم ممکنه که تراز تجاری مثبت داشته باشه یک کشور و هم ممکنه تراز تجاری منفی داشته باشه. بسیار. از سال 1980 هر ساله کسری تجاری بزرگ و ورودی خالص سرمایه. خب ببینید در مورد ایالات متحده داره صحبت میکنه. ایالات متحده بزرگترین کشور بدهکار جهانه، نه از نظر درصد، از نظر انباشت. توجه میفرمایید؟ یعنی مثلا 22 23 تریلیون دلار بدهی داره کشور ایالات متحده، بخشی از این بدهی رو به خارجیان فروخته. بنابراین اون چیزی که در این تحلیل ها مهم است این نیست که دلار جهان رواست، این است که یعنی به دلار فیزیکی شما نگاه نکنید، این است که اوراق خزانه دولت آمریکا در دنیا خواهان داره، تقاضا برای اوراق دولت آمریکا وجود داره در دنیا. این مسئله خیلی خیلی مهمتر هست. خب کسری تجاری بزرگ داره آمریکا و ورودی خالص سرمایه. به جای اینکه سرمایه داره. حالا خیلی ها تصورش اینه الان تجمعی با بدهی آمریکا چند درصد؟ خود بالای 100% رفته، ولی مگر تغییر نمیکنه؟ فرق زیادی نداره. آیا این بدهی ها باز پرداخت میشه یا فقط مدیریت میشه؟ نه، چرا باز پرداخت بشه؟ مدیریت میشه دیگه، فعلا که مشکلی نداره. میگم ممکنه که مثلا بعد از سال 2051 مثلا من این چیزی دیدم 2050 ممکنه مثلا آمریکا دچار مشکل بشه در باز پرداخت بدهی. تازه وقتی ما کیس ژاپن رو در نظر میگیریم در اون زمان هم به نظر نمیرسه دچار مشکل بشه. ما اینها رو در مورد اقتصاد ایران هم گفتیم و دوستان داخلی و خارجی زحمت کشیدن معکوسش رو عمل کردن و الان میبینید تورم رسید به حدود 50%. بسیار. آقای جعفری گفته چرا دچار مشکل نمیشود؟ چرا دچار مشکل بشود؟ آخه برای مشکل به وجود آمدن باید یک دلیلی بیارید. دقیق میفرمایید چه اشکالی داره؟ مثلا چه موردی هست؟ یه مسئله که دقت نمی کنن دوستان این هست که به یک دنیایی رسیدید که اصلا نرخ بهره نداره، یعنی بهره حدود صفره.
خب این که اقتصادو میسازه، اوراق منتشر میکنه، اقتصادو میسازه، اقتصاد بیشتر بهش بازدهی داره، چرا دچار مشکل بشه؟ تولید یک سالشو بدهکار، تولید یک سالشو بدهکار باشه چه مشکلی داره؟ اصلا تولید دو سالشو بدهکار باشه چه مشکلی داره؟ دقیق میفرمایید اینا انقدر راحت نیست. البته گفته بودن یک حد نظری گذاشته بودن، ذهنی گذاشته بودن که مقدار بدهی بالای تولید ناخالص ملی نره، اما اینها این نگرانی ها فقط در کشور ما انقدر شدید عنوان شد، اونم به خاطر اینکه راهکار مقابله با تورم بدهی بود. بعد یک شیر پاک خورده یک بنده خدای اومد گفت که آقا اوراق بدهی منتشر کنید که تورمتون رو کنترل کنید. از اون روز اقتصاددانان داخل و خارج کشور با هم متحد شدند و وا مصیبت ها سر دادند و وا کشورها و وا نظام ها و وا اسلام ها که آقا فردی میخواد بدهی منتشر کنه برای کشور مشکل ایجاد کنه، در حالی که کشورهای جهان از این طریق تونستن تورم رو کنترل کنن. اگر سرمایه گذارها بخواند سرمایه رو خارج کنند چی میشه؟ سرمایه گذارها در آمریکا میتونن سرمایه رو به صورت تک به تک میتونن خارج کنند. اصلا دلیل این که اینقدر راحت کشورهای مختلف جهان پذیرفتن که در اوراق خزانه امریکا سرمایه گذاری کنن این هست که هیچ وقت نکول نکرده، هیچ وقت برخورد نکرده، هیچ وقت متوقف نکرده. ولی اگر یک روزی اتفاق بیفته که مثلا کشور چین بخواد همه اوراقشو با هم بفروشه، شاید مثلا اجازه خروج آمریکا نده در اون زمان. اگر تجزیه بشه آمریکا مثل شوروی چه اتفاقی بر سر اوراق چه خواهد شد؟ نمیدونم، باید ببینیم اون زمان، بعد تصمیم بگیریم دیگه. در واقع داره با سرمایه کشورهای دیگه کار میکنه. بله، داره از سرمایه کشورهای دیگه استفاده میکنه، مصرف میکنه دیگه. کشورهای دیگه هم با تیب خاطر این مصرف امریکایی رو چی میکنن؟ این مصرف امریکایی رو تشویق میکنن. خیلی بله، خرش انداخته گردن بقیه دنیا. از دسامبر، از 31 دسامبر سال 2014 ساکنان ایالات متحده 25 تریلیون دلار دارایی خارجی داشتن. حالا این مثلا دقت کنید، ببینید 25 تریلیون دلار آمریکایی‌ها دارایی خارجی داشتن، خارجیان در آمریکا 31 تریلیون دلار. شما ببینید حجم مبادلات چقدره، حجم سرمایه‌گذاری خارجی چقدره، حجم سرمایه‌گذاری خارجیان در آمریکا چقدره. تفاوتش عدد بزرگی نیست. تفاوتش مثلا نسبت بگیرید، ممکنه مثلا بگید که خب مثلا چند میشه، مثلا میشه 7/25. دقت کردید؟ ولی انقدر عدد بالایی نیست. 6.9 بدهی خالص ایالات متحده 6.9 تریلیون دلار، بیشتر از هر کشور دیگه، بزرگترین کشور بدهکار جهانه. اما نسبت ها اینطور نیست که مشکل خاصی به وجود بیاره. آقای فاطمی پرسن چرا بقیه باید بدهی کشور آمریکا رو بخرن؟ اونها با طیب خاطر بدهی کشور آمریکا رو میخرن. اصلا مسئله اینجاست که شاید آمریکا جلوشون رو بگیره، نظر دیگه بدهی بخرید. چرا؟ برای اینکه عرض کردم روی طرف دیگر سکه وقتی اینها اوراق بدهی میخرن، چون مقدار صادرات رو میخوان بیشتر از واردات باشه. چرا میخوان صادراتشون بیشتر از واردات باشه؟ چون میخوان کارگرانشون بیکار نشوند. ببینید در آمریکا فعل تا وقتی که تا 4-5 سال پیش اصلا مسئله نبود کارگران بیکار بشوند، که بیکار شدند. یعنی یک جمعیت خیلی بزرگ مخالف تجارت آزاد با دنیا در امریکا به وجود آمد. چرا؟ چون امریکا میگه برای من فرق نمی کنه، هر کالای ارزان تر بود وارد بشه. یعنی امریکا یه مقداری مثل کشور ماست. مثلا ببینید کشور ما بنزین رو ارزان کردیم، این برای ما فرق نمی کنه که مردم محروم و فقیر سوبسید بنزین مصرف نکنند. اونایی که بالاخره برخوردار هستند، اونها روی چشم ما جا دارند، اونا عزیز ما هستند. اینو عنوان نمی کنیم، ولی واقعیت اینه، در عمل اینجوری عمل می کنیم. اون کشورهایی که میخوان کارگرانشون بیکار نمونن مثل چین، حاضرن کالا رو ارزونتر بفروشن به کشورهای دیگه. دقیق فرمودید که کارگر به کار خودش ادامه بده. اون کشورهایی که میخوان که مصرف، سطح مصرف بالاتری داشته باشن، سطح رفاه بالاتری برای افرادی که پول دارن، برای افرادی که پول ندارن اتفاقا سطح رفاه میاد پایین‌تر، اونها عکس این عمل میکنند. بله، آقای اسلامی گفتن آمریکا اعتبار داره، درسته، از این اعتبارش استفاده میکنه برای افزایش سطح رفاه حالا اقشاری که کار دارند،
یعنی اخشاری که بی خانمان هستند و فقیر هستند، اونا خیلی مشکلاتشون بیشتره. استاد، آیا میشه گفت رفاه مردم آمریکا در اثر فقر مردم دیگر کشورها اتفاق افتاده؟ نه 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 نه، اینو نمیشه گفت. ولی میشه گفت که رفاه مردم غنی آمریکا در اثر فقر یک مقدارش، همون دلیلی که یک سری از افراد در آمریکا بسیار قوی هستند، از نظر مالی خیلی وضع خوبی دارن، به همون دلیلی هست که بسیاری از افراد در آمریکا وضع بسیار وخیمی دارن از نظر معیشتی. اینو میتونی کنار هم دیگه قرار بدید. امارات چیکار میکنه؟ امارات صادراتش بیشتر از وارداته، در آمریکا سرمایه گذاری میکنه. دقیقاً مدل توسعه امارات مساوی است با مدل توسعه چین. بسیار خوب. نسخه اقتصاد باز از مدل وجوه وام دادنی که در فصل 3 داشتیم، شامل بسیاری از عناصر مشابه. در فصل 3 یک تابع تولید یا پروداکشن فانکشن داشتیم که نشون میداد که تولید از ترکیب کارگر و سرمایه به وجود میاد. یک تابعی داره، یک تابعی هست که کارگر و سرمایه رو با هم ترکیب میکنه و تبدیل به تولید میکنه. مصرف بستگی به درآمد قابل تصرف داره. وای منهای تی، همه درآمد تو نمیتونی مصرف کنی، چون یه بخشی داری مالیات میدی به دولت. بعد در اون فصل اعلام کردیم که پس سرمایه گذاری بستگی به نرخ بهره داره. بعد اعلام کردیم که مقدار مالیات و مقدار هزینه های دولت به صورت درونزا توسط دولت تعیین میشه. یعنی سیاستگزار میتونه تعیین بکنه که چه مقدار هزینه کنه و چه مقدار مالیات دریافت کنه. آقای حسینی پور آخرین سوال رو پاسخ میدم خدمتتون. آقای حسینی پور نوشتن که استاد، مگه برای صادرات بیشتر به امر یک اجباری هست برای خرید اوراق قرض امریکا؟ نه، ببینید، این که اوراق قرض امریکا رو بخرن خیر، هیچ اجباری نیست. ولی این که بالاخره باید اوراق قرض یک جایی رو بخرن، یک جایی سرمایه گذاری کنن، بله هست. یعنی اگر کشوری میخواد صادراتش بیشتر از وارداتش باشه، در کل دنیا باید بیشتر سرمایه گذاری کنه یا بیشتر وام بدهد. بالاخره اینها با هم برابرند، یعنی اتحاده، یک اتحاد ریاضی وجود داره که هر مقداری که در نهایت یک کشور مازاد صادرات داره، به همون میزان باید مازاد سرمایه گذاری در خارج از کشور داشته باشه. به جز این امکان نداره اصلا. بسیار خب. خب دوستان عزیز، ما تا ساعت 10 زنگ تفریح داریم، استراحت بفرمایید، بعد دوباره در خدمتتون هستیم، برمیگردیم و کلاس رو ادامه میدیم. به نام خدا، سلام عرض میکنم مجدد خدمت شما دوستان عزیز. نیمه دوم از جلسه اول دوره سوم اقتصاد کلان رو در خدمتون هستیم و آغاز میکنیم و امیدوارم که نیمه اول توانسته باشم مطالبی که مد نظر بود رو خدمت شما انتقال بدم. من هدفم این بود که علامت سوالی در ذهن شما عزیزان ایجاد کنم و همونطور که فکر میکردم شما عزیزان هم سوق داده شدید به سمت اینکه اگر واقعا صادراتی وجود داره، به همون میزان احتمالاً باید وارداتی هم انجام بشود، وگرنه منظور از صادرات در واقع سیاست توسعه صادرات، منظور شاید این باشد که سیاست سرمایه گذاری در خارج از کشور، فرار سرمایه یا انتقال سرمایه به خارج از کشور. اینها دوال هم دیگه هستن، اینها دو روی یک سکه هستن. الان که از دوستان نوشته بودن که خب ما اگر که صادراتمون زیاد هست، خب بریم باش طلا میخریم. شما همین که طلا بخرید یعنی دارید سرمایه گذاری میکنید، و اگر سرمایه گذاری بکنید یعنی اینکه مقدار صادرات مازاد شما کاهش پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه این چیزی که الان در ذهن شما اومده که کاملا هم شهودی و درست است، این هست که اگر شما صادراتی دارید، به جای اینکه این صادرات رو در کشورهای دیگه باقی بگذارید، اون در واقع سرمایه رو که احتیاج دارید بخرید و وارد کشور کنید. چرا طلا بخرید وارد کشور کنید، ماشین‌آلات بخرید وارد کشور کنید، شاید وضعیت بهتری پیدا کنید. نمیگم طلا وارد نکنید، بلکه هر کدوم از این سیاست‌ها رو که در پیش بگیرید به این معنی هست که شما در واقع دارید به یک نحوی صادرات و واردات رو متعادل می کنید. بحث ما این هست که اگر صادرات و واردات متعادل نبود
چه باید کرد. بحث ما این هست که اگر شما صادرات و وارداتتون متعادل نبود، اگر سعی کردید که سیاست تهاجمی صادراتی داشته باشید، این به این معنی هست که شما کالایی رو در اختیار بقیه کشورهای دنیا قرار میدید که اونها استفاده کنند. و اگر شما سیاست واردات رو تشویق کنید، این به این معنی هست که از کشورهای دیگر دنیا شما دارید استقراض میکنید که تا سطح مصرف خودتون رو افزایش بدید. بنابراین شاید به طور خیلی شهودی اکثر شما عزیزان به این نتیجه رسیده باشید که چه کنیم، که بریم به سمت سیاستی که نه مازاد صادرات داشته باشیم و نه مازاد واردات داشته باشیم. بله، آقای نایبی نوشتن که استاد یک بار فرمودین چین اوراق قرضه آمریکا رو خریده تا ارز خودش رو قوی کنه، دلیلش چیه؟ بله، حالا به هر حال ارز خودش رو ضعیف کنه، نه ارز خودش رو قوی کنه. بله همینه، یعنی میخواد صادرات رو افزایش بده دیگه. این دقیقاً همون موردی بود که ما عرض کردیم، یعنی اگر که چین میخواد بیشتر از حد صادر کنه، بیشتر از واردات صادرات داشته باشه، مجبور هست که در کشورهای دیگه سرمایه گذاری کنه، مجبور هست به همه کشورهای دنیا وام بده. حالا اگر ایران وام نگرفته، بقیه کشور دنیا وام گرفتن. در منطقه خودمون 4 کشوری که بالاترین تجارت رو با چین دارند رو نمیدونم شما میدونید یا نه، کشور پاکستان هست، کشور عربستان هست، کشور ترکیه هست، کشور امارات هست و کشور اسرائیل هست. اینها بیشترین مراودات رو با چین دارن، همشون هم چین درشون سرمایه گذاری میکنه. یعنی چه سرمایه گذاری میکنه؟ یا وام میده به این کشور یا سرمایه گذاری میکنه. یعنی چه؟ یعنی سعی میکنه که بالاخره این گسترش صادراتش رو هنوز ادامه بده. در نهایت به اینجا خواهیم رسید که احتمالاً در طی 5 سال آینده چین هم بپیونده به سایر کشورهای دنیا و سعی کنه که مازاد تجاری به اون شدت نداشته باشه و صادرات رو با واردات تراز کنه، برابر کنه. در واقع یک نسل چین فدا شد که چین رشد کنه، ولی در این فرایند توسعه صادرات یادگیری وجود داشت، هرچند رفاه وجود نداشت ولی یادگیری وجود داشت. حالا با این اقتصاد بزرگی که در حد اشتغال کامل هست، حالا میتونن که تعادلی بین صادرات و واردات ایجاد کنن. یعنی چه تعادلی بین صادرات و واردات؟ یعنی مصرف داخلی رو افزایش بدهند. و وقتی که مصرف داخل رو افزایش دادن، به این معنی هست که در واقع دیگه اون NXشون مثبت نخواهد بود، NXشون صفر خواهد بود. یعنی سرمایه گذاری دیگه در کشور دیگر دنیا نمی کنه. حالا بگذاریم در از این که حالا کشور ما هم که در آخرین سالهایی که چین هنوز مازاد تجاری داره ما وارد تجارت با چین شدیم، چقدر هم دیر وارد شدیم، خیلی از افراد باز معتقدن که اصلا نباید ما سرمایه خارج چین رو بپذیریم، در حالی که خبر ندارن که احتمالاً 5 سال دیگه چین این سیاست رو متوقف خواهد کرد. در حالت کسری تجاری کشور وام میگیره دیگه، پس از کجا بیاره که پول اون کسری تجاری رو پرداخت کنه؟ حالا وام میتونه بگیره، سرمایه گذاری هم میتونه بپذیره، ولی به هر حال واردات سرمایه خواهد داشت در حالت کسری تجاری. بله، در کشوری مثل کشور ما بهترین سیاست این هست که اولا توسعه صادرات به ضرر کشور ما خواهد بود. دوستان دقت بفرمایید، این رو جای دیگه نمیشنوید، کسی دیگه نمیاد با صداقت با شما صحبت کنه. توسعه صادرات به درد کشور ما نمیخوره، چون ما توسعه صادرات و ما صادرات ثروت داریم. توسعه صادرات یعنی فرار سرمایه. دقیق میفرمایید، ما سنگ خام رو صادر میکنیم به چین، سنگ فراوری شده رو از چین وارد میکنیم. دقیق میفرمایید، بعد حالا همه اینها که اتفاق افتاد، در نهایت بالاخره یه مقدار صادرات داریم. مقدار صادرات ما معمولا بیشتر از واردات ما هست. چرا؟ چون میگیم میخوایم مستقل باشیم، ما نمیخوایم که واردات داشته باشیم. و مستقل چگونه باشیم؟ مقدار صادرات بیشتر از واردات. شما داری سرمایه گذاری میکنید در کشورهای دیگه. در چه سرمایه گذاری میکنید؟ در رفاه مردم کشورهای دیگه، یا سرمایه گذاری میکنی در سرمایه گذاری کشورهای دیگر؟ یعنی شما مثلا پولتو میذاری در کنلون بانک چین یا میذاری در فلان بانک در جرمنی در آلمان و اونها از جانب شما چیکار میکنن؟ سرمایه گذاری میکنن. نوشتن که آقای میان نوشتن که نظرتون در مورد انتقادات شدید آقای جیمز ریکاردز نسبت به سیاست‌های پولی فدرال رزرو چه است؟ ایشون در کتاب‌هاش از جمله در کتاب جنگ‌های ارزی پیش بینی میکنه عواقب این سیاست ها باعث ایجاد رکود بزرگی میشه در امریکا. نمیدونم، حالا در حال اونم باید بررسی کنیم که آیا واقعا پشتوانه علمی داره یا نداره، چون افراد سعی میکنن بالاخره اسم در کنن دیگه، اینا باید بپذیریم.
همیشه تو آمریکا میگن که بازارها داره سقوط میکنه یا داریم وارد رکود بزرگ میشیم. هر وقت هم که این رکود اتفاق افتاد میگن دیدید ما گفتیم. مثل این اقتصاددان ایرانی آقای روبینی، نوریل روبینی، که روبینی، آقای روبینی که بزرگترین شاید اقتصاددان، مشهورترین اقتصاددان ایرانی باشه. البته ایشون از بچگی از ایران رفتند، متولد شهر مشهد هستند و به نام دومز دکتر شناخته میشه، یعنی دکتر روز قیامت، روز حالا جزا یا چنین چیزی. ایشون همیشه پیش بینی میکنه که داریم وارد بحران میشیم، داریم وارد اقتصاد در حال ورشکستگی، و هر کس که میخواد مثلا بالاخره یک مقاله خونسایی بنویسه، نظرات دو طرف رو بنویسه، یه طرفش مجبوره که با آقای روبینی مصاحبه داشته باشه. و ایشون ماشاءالله از این طریق که همیشه بدبینه به یک ثروت خوبی رسیده دیگه و نام خوبی در دنیا در کرده. به هر حال دقت بفرمایید، حالا ما میریم سراغ یک منحنی یا یک مدلی که در فصل 3 داشتیم، عرضه وجوه وام دادنی. در اونجا عنوان کردیم که مقدار پسنداز کشوری مقدار ثابتی هست، با نرخ بهره پسنداز ملی تغییر نمی کنه. کشور تصمیم می گیره چه مقدار مصرف کنه، چه مقدار هزینه دولت هزینه کنه و اینها، و چه مقدار تولید کنه و اینها خیلی با تفاوت نرخ بهره تأثیر نمی گذاره روی این اقلام. بنابراین پسنداز ملی به نرخ بهره بستگی نداره. خب این از شواهدی بوده که در اقتصاد ما قبلا دیده بودیم. اما سرمایه گذاری، اون زمان ذکر کردیم که سرمایه گذاری اتفاقا به نرخ بهره بستگی داره. پس دقت بفرمایید الان اینجا چجوری هست؟ میگیم که سرمایه پسنداز یک مقدار ثابت هست، با هر نرخ آری شما ممکنه همون پسنداز رو داشته باشید. دقت بفرمایید این پسنداز و سرمایه گذاری که داریم خدمت شما عرض میکنیم به یک نکته بسیار بسیار برای نوریل روبینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیویورک، از آقای کیخان نوشتن. او ایرانی الاصل است و در سال 1159 در استانبول به دنیا آمده است. او من نمیدونستم، چون میدونستم رفته بودن استانبول، ولی فکر میکردم که وقتی پدرش از یهودیان ساکن در مشهد بوده است و در سن 2 سالگی به همراه خانوادهش به ایران بازگشت، ولی چندی بعد به اسرائیل مهاجرت کرد، سپس به ایتالیا و سرانجام به امریکا رفت. آقای جعفری حالا پرسیدن که با نرخ بهره میشه NX رو، یعنی خالص صادرات رو با نرخ بهره میشه تنظیم کرد؟ بررسی میکنیم ببینیم چه کار میتونیم بکنیم. آقای جعفری احسنت بر شما، خیلی سوال خوبی. یعنی ببینید آقای جعفری در ذهنش این هست که در نهایت شاید نه مازاد واردات به نفع باشه، نه مازاد صادرات به نفع باشه، در نهایت یک بالانس، یعنی خونسا، حالت خونسا بهترین حالت هست. ما حجم سرمایه گذاری خارجی که انجام میدیم با سرمایه گذاری خارجیان در ایران مثلا برابر بشه، مقدار صادراتمون با وارداتمون برابر بشه. اما دقت بفرمایید خیلی عجیب هست در ایران که به شدت و در دنیا اینطور است، به جای اینکه کل این صادرات و کل این واردات رو در نظر بگیرن که باید با هم دیگه به تراز برسه، یک بحث سیاسی وجود داره که میرن با کشور خاص میخوان اینها به تراز برسه که هیچ دلیل اقتصادی نداره. دقیقا فرمان های مثالی هم تو کتاب زده از آقای سلو، خیلی مثال قشنگیه. میگه ببین من وقتی میرم نونوایی نون میخرم، همیشه تراز تجاری من به نفع نونواییه، یعنی اون به من نون میفروشه، من چیز ندارم بهش بفروشم، پول میدم بهش. دقیق بفرمایید بعد همون جورم وقتی میرم سلمونی، همیشه تراز تجاری من به نفع سلمونیه، ولی این باعث نمیشه من از عیز انتفاع ساقط بشم، این باعث نمیشه من زندگی مثلا بپاشه ورشکست بشم، هیچ این طور نیست. یک جای دیگه من مازاد دارم با یک فرد دیگری، بالاخره من حقوقی از یک جای دریافت میکنم، اونجا مازاد دارم، بقیه جاها کسری دارم. این کسری و مازادها باید با هم دیگه تراز باشه. دقیق بفرمایید وگرنه مثلا اگر که مازاد یک خانواری بیشتر باشه پولشو در بانک میذاره، اگر کسری یک خانوار بیشتر باشه باید قرض کنه. خیلی راحت در اقتصادم هم همین طوره. حالا ایران این همه تاکید داره که ما با ترکیه مثلا ممکنه تراز تجاری ترکیه بیشتر از ایران باشه، بعد میره ترکیه رو تنبیه میکنه، قرارداد تجارت ترجیحی رو لغو میکنه، بعد از اون طرف حالا به نفع چین میشه،
چین تراز تجاریش با ایران بیشتره. حالا بهتر بود که صادرات واردات ایران و چین رشد میکرد یا ایران و ترکیه رشد میکرد؟ احتمالا چون دو تا کشور همسایه هستند با احتمال خیلی زیاد به نفع ایران و ترکیه است که تراز تجاری اینها با همدیگه همزمان رشد کنه و بالا بیاد. ولی این خاص خرجی، این در واقع دقت‌های بیموردی که ما داریم متاسفانه موجب شده که سیاست‌گذاری کاملا غلط، اصلا یک سری کارهای بسیار بیهوده‌ای که ما به طور مکرر در اقتصاد انجام میدیم. پس عرض من این هست که کل صادرات و واردات اگر تراز بشه احتمالاً به نفع کشور خواهد بود. اگر تراز نباشه باید ببینیم که چرا سیاست‌گذار مثلا در چین رفته به سمت اینکه سیاست تهاجمی صادراتی داشته باشه، در آمریکا رفته به سمت اینکه سیاست تهاجمی جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشه. بزرگترین جذب کننده سرمایه گذاری خارجی در دنیا کشور آمریکاست. یعنی بزرگترین استقراض کننده از دنیا کشور ایالات متحده آمریکاست. هیچ کشوری به اندازه ایالات متحده آمریکا مغروز نیست. البته عرض کردم مقدار رو باید داریم در نظر میگیریم، درصد رو در نظر نمیگیریم. ولی جالب اینجاست که کشور ژاپن و کشور آمریکا اینها وقتی قرض میکنن به پول خودشون دارن قرض میکنن، نه به پول کشور دیگری. ولی الان مثلا برای ما کشور ما اومدن پیشنهاد دادند که بنده خودم یک زمانی سعی کردم با این پیشنهاد به شدت مخالفت کنم، اومدن پیشنهاد دادن ما از مردم خودمون ارزی استقراض کنیم. دقیق میفرمایید امریکا اگر استقراض خارجی هم داره به دلار امریکا استقراض خارجی داره، ما هم اگر میخوایم استقراض خارجی داشته باشیم به نفع اونه به ریال ایران استقراض خارجی داشته باشیم، ولی به دلار امریکا از مردم خودمون معلوم نیست به نفع اون باشه که استقراض کنیم. اینها نکات اصلی است که باید در نظر بگیرید و بالاخره شما هم انشالله اقتصاددان دارید میشید، باید به این مسائل توجه کنید که مثل بقیه دوستان از این خطاهای بزرگ خلاصه از شما سر نزن انشالله و بتونید که کمک کنید. بسیار استاد، چون نقل و انتقال پول از کشوری به کشور دیگر ممکن نیست، با نرخ بهره میشه اینکس رو تنظیم کرد؟ من متوجه سوال شما نشدم آقای میساقی. خب حالا دوستان دقت بفرمایید. فرضیاتی در مورد جریان سرمایه، assumptions about capital flows. خب آقای میساقی نوشتن که در جواب تراز کردن با کشورها بود. حالا بحث پولی جداست. ببینید ما که میام اینا رو تراز میکنیم میگیم یک سری کالا، اگر شما صادراتتون میخواید بیشتر باشه یک سری کالا بیشتر صادر میکنید و در مقابل مجبور هستید که اون کالا رو قرض بدید، کالای مازاد رو قرض بدید. ولی اگر مثلا خواستید جاش مثلا طلا وارد کنید یا ماشینالات وارد کنید یا هر چیزی اگر قرار شد از خارج وارد کنید دیگه مسئله نیست، یعنی اینا با هم دیگه تراز خواهد شد. بسیار اوراق قرضه، خب چند تا فرض ما اینجا داریم که مهم هستند. دقت بفرمایید، اوراق قرضه داخلی و خارجی جایگزین‌های کاملی هستند. ببین اینها فرضای مدل ماست، ولی این فرضای مدل ما درست نیست. چرا؟ برای که مثلا نگاه کنید ریسک اعتباری که برای مثلا اقتصاد ایران قائل هستند به غلط ولی قائل هستند کشورهای دیگه، این هست که ریسک اعتباری اقتصاد ایران خیلی بالاست، پس خطرش بالاست. دقیق بفرمایید، حالا مثلا ریسک اعتباری مثلا کشور مثلا هلند رو خیلی پایینه، ولی ما داریم اینا رو همه رو توی این مدلامون یکی میگیریم که اینطور نیست. بنابراین ممکنه از این مدلا شما به این نتیجه برسید، از این بحث ما شما به این نتیجه برسید که خب ایران هم مثل آمریکا، البته ایران یکی از معدود کشورهایی بوده که مثل آمریکا عمل کرده تا یه حدی، نه کامل، البته ما هنوزم مازاد صادرات داشتیم و مازاد ایران مثل امریکا اصلا عمل نکرده، ما مازاد صادرات داشتیم و مازاد خروج سرمایه داشتیم. دقیق فرمودید. حالا ممکنه که بگید اجازه بدید ما مازاد ورود سرمایه داشته باشیم. خب شما نمیتونید مازاد ورود سرمایه داشته باشی چون اوراقی که شما منتشر میکنی ریسکش بالاست، اوراقی که اون منتشر میکنه ریسکش پایینه، بنابراین اوراق شما رو کسی نمیخره، بنابراین ورود سرمایه به کشور شما اتفاق نمیفته، به کشور دیگری اتفاق خواهد افتاد. بنابراین در این تخیلات اگر بریم که حالا مثلا تحریم هم برداشته شد ممکنه مشکل حل بشه، یا خیلی دوره که به اون مرحله برسیم، نمیگم نریم به دنبالش، ولی یک پروژه مثلا 20 ساله 30 ساله است که شما کشوری ایجاد بکنید که انقدر اعتبار در دنیا داشته باشه
که جاذب سرمایه گذاری خارجی باشه. برای همین ببینید، من دیدم خیلی از دوستان، از افراد ناآگاه، وقتی که بنده مثلا صحبت میکنم میگم که مثلا سرمایه گذاری خارجی رو در اولویت قرار ندید، به جایی نمیرسید، خیلی وقتا میان حتی شده توهین بکنند. یعنی برداشتشون اینه که بنده میگم با دنیا ارتباط نداشته باشید. اصلا چنین چیزی نیست. با دنیا قطعا ارتباط داشته باشید. سعی کنید که اصلا به صورت تراز مقداری که شما در کشور دیگه سرمایه گذاری میکنید برابر باشه با مقداری که اونها در کشور شما سرمایه گذاری میکنند. اتفاقا بریم به سمت اینکه این مقدار رو گسترش بدیم که رفاه جامعه افزایش پیدا بکنه. اما اینکه ما دست رو دست بگذاریم منتظر سرمایه گذاری خارجی باشیم، سرمایه گذاری خارجی هم بیاد در ایران، اونقدرها تأثیری بر وضعیت معیشت کشور نخواهد داشت، به خاطر همین مسائلی که خدمتتون دارم عرض میکنم. آقای میساقی، ما در مورد اوراق نفتی الان صحبت کردیم دیگه. اوراق نفتی اوراقی است که به ریال فروخته میشه، ولی با ارز، با نرخ ارز سنجه میشه با قیمت نفت. این میتونه خطرناک باشه. البته امسال دیگه قیمت نفت بالا رفت، ولی پارسال مثلا قرار بود در نرخ مثلا 20 دلار در نرخ 30 دلار بیان اوراق نفتی بفروشن که بعدن این نرخ 20 دلار بشه 60 دلار. دقیق میفرمایید. خب مسئله دومی که ما در نظر گرفتیم و ممکنه فرض دومی که در نظر گرفتیم که ممکنه که از واقعیت فاصله داشته باشه و نتایج این مدل رو از واقعیت یه مقدار دور کنه، تحرک کامل سرمایه است. یعنی محدودیتی در تجارت بین‌المللی دارایی‌ها وجود ندارد. خب یک شعری حافظ داره، میگه او به ما محتاج بود ما به او مشتاق، همچین چیزی تا اونجا که خاطرم هست، یا او به ما مشتاق بود ما به او محتاج، همچین چیزی خاطرم هست. این دقیقا ما برعکسیم. ما دنیا که ما رو تحریم کرده، ما خودمونم خودمون رو تحریم کردیم. یعنی جلوی واردات رو گرفتیم. حالا چرا جلوی واردات رو گرفتیم؟ که نرخ ارز افزایش پیدا نکنه. ولی خب اون وارداتی که جلوش رو گرفتیم که وضعیت رو بدتر میکنه در نهایت. که بله آقای بله گفتن سعدی گفته، حالا خاطرم نیست شعر، ولی دقیقا برعکسه. نه ما به اون مشتاقیم، نه اون به ما محتاجه. یعنی وضعیت خیلی بدی شده، خودمون اجازه نمیدیم تحرک سرمایه اتفاق بیفته. ولی مدل فرضش این است که تحرک سرمایه 100% وجود داره. هر وقت سرمایه خاص خارج بشه خارج میشه، هر وقت خاص وارد بشه وارد میشه. بسیار اقتصاد کوچک است. فرض دیگر بسیار بسیار فرض مهمیه برای اقتصاد ایران، این صادقه. چرا؟ از کجا ما میگیم اقتصاد کوچک است؟ ببینید، اینجور ما اقتصاد کوچک رو تعیین میکنیم. الان داریم یک تعریفی میکنیم، میگیم که وقتی که این کشور نرخ بهرهش رو تغییر میده، روی نرخ بهره جهانی تأثیر نمیگذاره. دقیق فرمودید؟ ببینید، نرخ بهره جهانی رو با آر استار نمایش میدیم. از این به بعد در کتاب آقای منکیو هر وقت استار گذاشتیم، یه ستاره بالاش گذاشتیم، استریکس بالاش گذاشتیم، این آر استاری که شما میبینید یعنی نرخ بهره جهانی. دقیق میفرمایید، نرخ بهره جهانی. ما میگیم که وقتی اقتصاد کوچک باشه، شما اگر نرخ بهرت هم تغییر دادی، تأثیر روی نرخ بهره جهانی نمیگذاره. حالا این سوال دیگر است که آزادسازی واردات به نفع کشور یا نه. آقای همت عزیزی، بدید ما یه مقدار جلو بریم. باز خودتون متوجه میشید کم کم که باید چه کرد. بعد فصل آخر کتاب هم ما بیشتر به این قضیه میپردازیم که چه باید کرد. ولی فل جمله خدمت شما بگم، بله، آزادسازی واردات به نفع کشور، به شدت هم به نفع کشور، چون اقتصاد ملی رو، چون تولید ملی رو تقویت میکنه. این جالبه. دقیقاً میفرمایید، دقیقاً عکس ما، شعار تولید میدیم بعد میگیم باید مانع زدایی کنیم. خب مانع زدایی مهمترینش اینه، واردات رو باید آزاد کنی. اگر میخوای جلوی موانع تولید رو بگیری، یکیش اینه که واردات باید آزاد کنی. بفرمایید آقای فاطمی. بفرمایید آقای فاطمی. استاد خسته نباشید، شبتون بخیر. استاد، در مورد این آزادسازی به قول معروف واردات، من یه جایی یه آماری خوندم که زمانی که ما تحریم نبودیم، اتفاقا تولید کم شده بوده و با توجه به آمارهای وزارت صنعت و معدن، توی 11 ماهه سال 99 به اندازه دو ساله اجرای برجام 95 و 96 جواب
آغاز تأسیس صنعتی صادر شده که مجموعاً 37,755 جواز تأسیس واحد صنعتی صادر شده بوده که در 11 ماهه 99 که سال اقتصاد بدون برجام و در واقع سال فشار حداکثری بوده به قول آقای روحانی 36,162 تا بوده، یعنی تقریباً تو دو سال 95 و 96 که به قول معروف همه چی آزاد بوده و واردات آزاد بوده و خیلی همیشه گل و بلبل بوده، با امسال فقط تو 11 ماهه ما برابر بودیم. یعنی بعد یه آمار دیگه ای هم که من توی صورت‌های مالی مثلا شرکت چیز میخوندم، آبسال میخوندم، این زمانی که تحریما بوده، چه زمان دولت احمدی نژاد چه زمان دولت روحانی، سودهای تولیدی و سودهایی که تونسته از کف بازار جمع کنه رو هر سهمش افزایش پیدا کرده، در صورتی که سالهای مثلا برجامیش رو نگاه میکردم که واردات آزاد شده بوده اتفاقا سوداش کاهش پیدا کرده بوده، حتی مثلا زیر ظرفیت اسمیش رفته بوده ناچارن. یه مسئله دومش هم این که من با دو تا تولید کننده خودم شخصا صحبت کردم، اون دو نفر به من اینجوری گفتن که خدا کنه تحریما برداشته نشه، به خاطر اینکه وقتی برداشته میشه یهو یه جوری واردات زیاد میشه که ما به قول معروف له میشیم زیر کالایی که میاد و نمیتونیم باهاشون رقابت کنیم. کما اینکه مثلا اون تولید کننده خواست داشت قطعات خودرو تولید میکرد، یه لاستیکی بود داشت تولید میکرد که به قول معروف تازگی هم مثل این که تولیدش رو انداخته بود، میگفت این قطعه که من تولید میکنم الان وارد میشده زمان برجام و چون با تحریم دیگه اینو نداشتیم من تونستم این بازارشو دست بگیرم و با چند نفر دیگه داریم تولیدش میکنیم و خب سود خوبی هم داشتم میکردم. حالا میخوام ببینم اینی که شما میفرمایید که واردات آزاد بشه بهتره، آیا با این آمارها همخونی نداره؟ چرا این شکلیه؟ فاطمی کامنت هایی که دوستانتون نوشتن بخونید ببینید خودتون پاسخ خودتون رو میتونید بدید. میبینید کامنت هایی که گذاشتند؟ بله استاد میبینم، ولی خب یه بنده خدایی میگه توان رقابتی نداره، یکی میگه قیمت ارز به دلیل خرید تولید بالا به دلایل مختلفه، ولی خب میگم چیز خب خیلی چیزا به ظاهر استاد اینجوری به نظر میاد که شما میگین درسته، یعنی باعث میشه که اون تولید کننده هول داده بشه به تولید بیشتر، ولی در عمل چیزی که ما میبینیم اینه که مثلا میگم تو صورت‌های مالی اینها دیگه خیلی چیز واضحه دیگه. من اومدم صورت مالی شرکت آبسالو که نگاه کردم تو بورس خیلی واضحه، اون زمانی که تحریم بوده سود بیشتری ساخته، زمانی که تحریم نبودیم بدتر بوده. دست شما در نکن آقای فاطمی، متشکرم. خب میکروفون آقای فاطمی میکروفون رو قطع کنید تا من خدمتتون توضیح بدم. آقای فاطمی شما که جان و سخن از زبان ما میگویی، اینا که صحبت خود بنده بود، یعنی کس دیگه که نیومده بود بگه آقا برجام اگر اتفاق بیفته دوباره برگردیم به برجام تحریما برداشته بشه ممکنه وضعیتتون بدتر بشه، اینو که خود من عرض کردم، که مادیرا رو خود من عرض کردم، شرکت های تولید لوازم خانگی رو خود من عرض کردم، اگر که دیده باشید برنامه های بنده رو ببینید، مهمترین مسئله این هست که سرکوب نرخ ارز بوده، یعنی شما میای به واردات کالای خارجی به شدت سوبسید میدی. الان سیاست ارزپاشی که دولت دستور بالاخره مقام عالی دولت هست این هست که به محض اینکه ارزی دستتون آمد، به محض اینکه به ارزی رسیدید، این ارز رو چیکار کنید؟ این ارز رو بلافاصله مصرف کنید. دقت می‌فرمایید؟ تا وقتی که چنین سیاستی داشته باشیم خب طبیعی است که تولید داخل نخواهیم داشت. بنابراین بهترین سیاست این هست که آزادسازی شما داشته باشه که قیمت ارز افزایش پیدا بکنه. حالا نه اینکه قیمت ارز خیلی بره بالا، ولی قیمت ارز بالای نرخ تعادلی خودش قرار بگیره، یعنی شما به واردات از واردات بیای از طریق نرخ ارز مالیات بگیری و به صادرات بیای سوبسید بدی از طریق نرخ ارز. اگر این کارو بکنی نیاز به تعرفه هم نداری. این صحبتی بود که آقای پروفسور استیگلیتز در جواب آقای ترامپ انجام داد، گفت که این ترامپ بالاخره آی کیوی که بود، که ماشاءالله اصلا نمیدونم ایشون چجوری، شنیدم که تمام اصلا معدل، امروز من یه چیزی نوشتم که معدلشون آقایان مدیران دولتی و وزرای اینا منتشر کنن، حالا یکیش همین آقای ترامپ دیگه، این آقا معدل دیپلمش چند شده که اومد شد رئیس جمهور آمریکا، دقیق فرمودید. بنابراین نرخ ارز هست که باعث میشه که شما سوبسید شدید بدید به تولیدات خارجی، به واردات خارجی. اون که اصلاح بشه شما میبینید که وضعیت کاملا درست خواهد شد. خیلی خب، ما اجازه بدید ادامه بدیم. ببینید این فرض اول دومی که ما کردیم، یعنی تحرک کامل سرمایه
و اینکه اوراق قرضه داخلی و خارجی از نظر ریسک یکی هستند و جایگزین کامل هستند و میتونن مثلا فرد میتونه اوراق داخلی خریداری کنه، اوراق خارجی خریداری کنه، هیچ مشکلی با هم ندارن. این یعنی اینکه اگر 1% مثلا 0.1%، چون ریسک گفتیم یکی هست دیگه، حالا مثلا سود اوراق در ایران بیشتر از امریکا بشه، بعد شما میبینید که یه دفعه هجوم سرمایه از ایران به سمت امریکا میاد، یا برعکس 0.1% سود اوراق در امریکا بیشتر باشه، شما میبینید هجوم سرمایه میره به امریکا. بنابراین اگر که واقعا خروج و ورود سرمایهش مشکلی نداشته باشه و ریسک سرمایه گذاری هم در کشورهای مختلف یکی باشه، نرخ بهره در سراسر دنیا یکی خواهد شد. یعنی آر که نرخ بهره داخلی هست مساوی میشه با آر استار که نرخ بهره جهانی هست. نرخ بهره داخلی با نرخ بهره جهانی یکی خواهد شد. این در کشور ما لااقل صادق نیست. چرا؟ ریسک کشور ما با سایر کشورها یکی نیست. این نکته اول. و نکته دوم این که تحرک کامل سرمایه هم وجود ندارد. اما فرض سی رو که ما اینجا گذاشتیم که اقتصاد کوچک است، یعنی آر استار به صورت اگزاجنس تعیین میشه. یعنی کسی نمیتونه روی آر جهانی تأثیر بذاره. باز این هم برای کشور ما درسته، ولی مثلا برای کشور امریکا درست نیست، چون فدرال رزرو امریکا وقتی نرخ بهره رو تغییر میده، نرخ بهره لاجرم در سراسر دنیا مجبور تغییر کنه و کوردینیشن اتفاق میفته. یعنی شما ببینید وقتی فدرال رزرو میخواد نرخ بهره رو کاهش بده، همزمان هم فدرال رزرو کاهش میده، هم ECB بانک مرکزی اروپا کاهش میده، هم بانک آف ژاپن بانک مرکزی ژاپن کاهش میده نرخ بهره رو، هم ریزرو بانک آف استرالیا کاهش میده، هم ریزرو بانک آف نیوزیلند کاهش میده، هم بانک آف انگلند کاهش میده، همه با هم نرخ بهره رو کاهش میدن. بسیار خب، حالا ببینید، ما قبلا خدمت شما عرض کرده بودیم که منحنی یا خط سرمایه گذاری نزولی هست در نرخ بهره. هر چقدر نرخ بهره بالاتر باشه، خط سرمایه گذاری نزولی خواهد بود. خب حالا دقت بفرمایید، سرمایه گذاری هنوز یک تابع نزولی از نرخ بهره است. باز اون چیزی که در فصل 3 داشتیم در فصل 6 هم تکرار میکنیم، اینجا هم تکرار میکنیم، میگیم سرمایه گذاری وقتی نرخ بهره زیاد میشه سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه، نرخ بهره بیاد پایین سرمایه گذاری افزایش پیدا میکنه. حالا تفاوتش با قبل چیه؟ تفاوتش با قبل اینه، ولی نرخ بهره دیگه دست من نیست، نرخ بهره دست کشور امارات و قطر و عربستان نیست، نرخ بهره اینها از نرخ بهره جهانی تبعیت میکنند، بنابراین نرخ بهره جهانی برونزا تعیین میشه. ببینید پس قبلا ما اینجا میذاشتیم آی آر، ببینید این الان گذاشتیم آر استار و آی آر استار، یعنی به جای نرخ بهره داخلی حالا با شما نرخ بهره جهانی رو در نظر بگیرید. این نرخ بهره جهانی هست که سطح سرمایه گذاری در کشور شما تعیین میکنه، نه نرخ بهره داخلی. خب سخت شد دیگه، یعنی شما از سیاست نرخ بهره نمیتونی استفاده کنی. بنابراین کشورهایی که اقتصاد باز و کوچک دارند، اینها نمیتوانند سیاست تعیین نرخ بهره داشته باشند، کلن مجبورند که از نرخ بهره جهانی، از نرخ بهره کشورهای پیشرو تبعیت کنند. بنابراین این کشورها میرن به سمت تثبیت نرخ ارز، مثل کشور امارات مثلا. نرخ ارزش الان حدود 40-50 سال یکیه، ولی سیاست پولی مستقل نداره. حالا اینا رو در فصل‌های انتهایی اشاره خواهم کرد. همین آقای رابرت ماندل، خدا رحمتش کنه، اقتصاددان بزرگی بود، ایشون به رحمت خدا رفته، همین ایشون به این نتایج رسید. دقت می‌فرمایید؟ خب ولی اگر اقتصادت نسبتاً بسته بود مثل اقتصاد ایران و نسبتاً بزرگ بود نسبت به خود سایز اقتصاد داخل کشور، نسبتاً بزرگ بود، شما اتفاقاً این آر استار رو دیگه نباید در نظر بگیری، خودت باید آر تعیین کنی. این تعیین آر رو میگن هدف گذاری نرخ بهره، میگن هدف گذاری پولی، سیاست گذاری پولی. اگر ما اینا رو بتونیم تو این کشور جا بندازیم، واقعا معجزه است. حالا اگر زنده موندیم و تونستیم جا بندازیم، اگرم نبودیم شما زحمتشو بکشید. اگر اقتصاد بسته بود، دقت بفرمایید، الان این اقتصاد ایران میتونه اینطور باشه. خیلی به نفع اقتصاد هست که بتواند سیاست گذاری پولی مستقل داشته باشه، بتواند نرخ بهره رو خودش تنظیم کنه. اگر اقتصاد بسته بود، آرسی تو داشتی. دقیقا فرمون نرخ بهره طوری تنظیم می شود که سرمایه گذاری با پسنداز برابر شود. بنابراین اگر شما سیاست گذاری پولی داشته باشی، به نحوی عمل خواهی کرد که S با I برابر بشه. دوستان اگر S با I برابر بشه، یعنی خروج سرمایه نداری، به خروج سرمایه داری به اندازه ورود سرمایه، یعنی خالص خروج سرمایه صفره. اگر خالص خروج سرمایه شما صفر باشه، حالا من از شما سوال می کنم،
آیا خالص واردات شما خواهید داشت یا خالص صادرات؟ آیا خالص صادرات شما مثبت یا منفیه؟ آیا تراز تجاری شما مثبت یا منفیه؟ احسن، صفر. نه آقای سرمدی، نمیشود گفت که بسته بهتره یا باز بهتره، ولی اینو میشه گفت که اقتصاد بسته با این تعریف اینجا کردم، نه اینکه درهای مثلا اقتصاد کشور رو ببندی. اقتصاد بسته منظورش این هست که مقدار صادرات واردات نسبت به تولید ناخالص ملی خیلی بالا نیست. در اقتصاد بسته شما میتوانی و در اقتصادی که خود سیاست گذاری پولی داری شما خیلی خیلی بهتر میتونی عمل کنی، میتونی مقدار صادرات و پسنداز رو ببخشید مقدار پسنداز و سرمایه گذاری رو به تعادل برسونی، و به محض اینکه مقدار سرمایه گذاری و تعادل رو به مقدار سرمایه گذاری و پسنداز رو به تعادل رسوندی، شما تراز تجاری بلنس خواهی داشت، تراز تجاری خونسا خواهی داشت، که این وضعیت وضعیت خوبی برای اقتصاد به وجود خواهد آورد به امید روزی که کشور ما هم در این زمینه ها درس بگیرد. به هر حال ببینید، حالا اگر اقتصاد کوچک باز باشه چه اتفاقی میفته؟ اگر اقتصاد کوچک و باز باشه دیگه دست اقتصاد دست مسئولان اقتصادی اون کشور نیست که نرخ بهره رو تعیین کنن، کشور امارات. پس نرخ بهره از بیرون تعیین میشه. قرار بود نرخ بهرهش آرسی باشه، ولی اقتصادش بازه، اقتصادش کوچکه نسبت به اقتصاد جهانی. پس آر استار رو به صورت درون به صورت برونزا در نظر میگیره. پس این نرخ بهره جهانیه که مقدار سرمایه گذاری رو در این کشور تعیین خواهد کرد. و ملاحظه میفرمایید که اگر نرخ بهره جهانی بالاتر از نرخ بهره من، بارها دوستان عزیز 12 سالی که در امارات زندگی کردم وقتی مقایسه میکردم با امریکا، بارها این قضیه رو دیدم. در امریکا نرخ بهره به تعادل میرسید، بنابراین مشکل خاصی نبود، ولی در امارات بعضی وقتا میدید که اقتصاد در رکود هنوز، ولی اقتصاد امریکا شروع میکرد نرخ بهره رو بالا بردن. نرخ بهره که بالا میرفت، رکود اقتصادی در امارات تشدید میشد. چاره ای نیست، کاری نمیتونست بکنه. پس در این شرایط ببینید، رکود اقتصادی نرخ بهره رو برده بالا، مقدار سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه، مقدار پسنداز به مقدار قبلی هست. یعنی چی اتفاقی داره میفته؟ ببینید، سرمایه گذاری در اقتصاد نمیشه ولی پسنداز میشه. این پسنداز به نظر شما کجا میره؟ سرمایه گذاری نمیشه، پسنداز میشه. این پسنداز داره کجا میره؟ نه آقای پاکروان، اصلا بانکی اینجا وجود نداره. اینجا ما داریم میگیم کالا تولید میشه، اصلا اینجا ما اقتصاد اسمی نداریم هنوز. احسنت، خروج سرمایه صورت میگیره. عرض کردم خروج سرمایه، خالص خروج سرمایه مساوی با چی؟ با خالص صادرات. پس اقتصاد شما از تراز خارج میشه، تراز تجاری شما مثبت میشه. خیلی هم ممکنه مشتاق باشی و خوشحال بشی و بگی تراز تجاری ما مثبت شده. تراز تجاری شما مثبت شده چون به اندازه کافی در اقتصاد سرمایه گذاری نکردی، چون نرخ بهره جهانی بالا بوده. بله، عرض کردم چرا بانک مرکزی امارات نرخ بهره را کاهش نمیداد و نمیتونه کاهش بده، چون نرخ ارزشو، اگر نرخ ارزشو فیکس کنه بیشتر به نفعشه، پک کنه نرخ ارزو بیشتر به نفعشه. و از سیاست نرخ بهره جهانی اگر تبعیت کنه به طور مشخص از نرخ بهره امریکا اگر تبعیت کنه بیشتر به نفعشه، چون اقتصادش کوچکه، چون اقتصادش تأثیر پذیر از اقتصاد جهانی است. منتها برای ایران عجیبه که این سیاست رو در پیش بگیره. ایران هم دقیقاً سیاستش همینه. شما میگن بعضی وقتا جهش صادراتی اتفاق افتاد، یعنی مقدار صادرات ما از واردات ما بیشتر بوده. خب آدم حسابی وقتی صادراتت از وارداتت بیشتره، یعنی شما داری خروج سرمایه از کشور داری دیگه. ولی از اون طرف مالا واویلا نیست. یه وقت دیگه میگن آقا خروج سرمایه در ایران 60 میلیارد دلار در 20 سال گذشته بوده است. خب یعنی این که شما بیشتر کالا صادر کردی. دقت میفرمایید؟ خب اینها هیچ کدومش، این بحث های خلاصه قلاز و شدادی که مطرح میکنه اصلا در مورد هیچ کدومی صادق نیست. اونتا این عزیزان اینا نمیدونن که اینا دروی یک سکه هستند. بسیار خب، پس در مورد اقتصاد عرض کردم که اگر اقتصاد نرخ بهره جهانی در یک اقتصاد کوچک باز، اگر نرخ بهره جهانی بالا باشد، بعد شما میبینید که بالاتر از مقدار تعادلی باشد، شما میبینید که مقدار خالص خروج سرمایه مثبت
و یعنی اینکه مقدار صادرات بیشتر از واردات خواهد بود. حالا سه تا آزمون ما اینجا انجام میدیم، سه تا حالا اکسپریمنتس تجربه، مثلا سه تجربه، سه آزمایش ما انجام میدیم، سه مورد رو در نظر میگیریم: سیاست بودجه‌ای در خانه، سیاست بودجه‌ای در خارج از کشور، افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری هم به عنوان تمرین با هم دیگه حل میکنیم و جلو میریم. به به، کلی مطالب ممکنه از همینجا شما بیاموزید. خب فرض کنید که سیاست بودجه‌ای در خانه، ببینید، افزایش جی یا کاهش تی باشه. ببینید این آمریکا دیگه نیستا، این امارات مثلا، دقت میفرمایید، آمریکا وضعیتش فرق میکرد، میتوانست اعمال سیاست گذاری پولی و اعمال سیاست گذاری بودجه‌ای بکنه. حالا فرض کنید مثلا زمان ریگان، مثلا این دفعه کشور امارات بیاد همون سیاست رو در پیش بگیره، یعنی مقدار هزینه‌های دولت افزایش بده، تی رو کاهش بده، یعنی مالیات رو کاهش بده. خب چه اتفاق میفته؟ چقدر؟ خب برداشت، خب این اتفاق که بیفته یعنی مقدار پسنداز ملی کاهش پیدا کرده. دقیق فرمودید، پسنداز ملی کاهش پیدا کرده، تی رو کاهش دادیم، جی رو افزایش دادیم، پسنداز ملی کاهش پیدا میکنه. پس اس تبدیل میشه به اس دو، یعنی خط اس میاد به سمت، در واقع به سمت مبدأ مختصات، به سمت چپ شما میاد، اس یک به اس دو تبدیل میشه. پس مقدار، حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. خب اگر که اقتصاد ما اقتصاد بسته بود، دقت بفرمایید که الان تقاطع اس یک و آی آر، دقت بفرمایید، ما اگر اقتصادمون بسته بود قبلا تو فصل سه که داشتیم بحث میکردیم اینجوری بحث میکردیم، میگفتیم از این نقطه حرکت میکنیم به سمت کجا دوستان؟ به سمت این نقطه. یعنی میگفتیم وقتی اقتصاد بسته باشه، وقتی تحلیل اقتصاد بسته رو داشتیم، وقتی که سیاست بودجه انبساطی در پیش میگرفتیم، چون پسنداز کل کاهش پیدا میکرد، نرخ بهره افزایش میافت در اون اقتصاد، و از اون طرف مقدار در واقع سرمایه گذاری و پسنداز همزمان کاهش پیدا میکرد. این سیاست بودجه‌ای انبساطی بود در یک کشوری که اقتصاد بسته داره، مثل اقتصاد ایران، مثل اقتصاد ایالات متحده آمریکا. ولی در اقتصاد امارات چون نرخ بهره از بیرون تعیین میشه و نرخ بهره جهانی ربطی نداره به اینکه مثلا در امارات، مثلا دولت امارات داره سیاست بودجه‌ای انبساطی در پیش میگیره یا سیاست بودجه‌ای انقباضی، چون اینو در نظر نمیگیره، دقت بفرمایید که قبلا تقاطع آر استار، تقاطع آر استار و خط آی آر بود که مقدار چی رو تعیین میکرد؟ اجازه بفرمایید که مقدار سرمایه گذاری رو تعیین میکرد، و تقاطع آر یک استار و اس یک بود که مقدار پسنداز رو تعیین میکرد. الان مقدار سرمایه گذاری هیچ فرقی نکرده، پس دلتا آی ما مساوی با صفره. پس الان دلتا آی ما مساوی با صفره، هیچ تغییری نمیکنه. قبلا اینجا بوده آی ما، قبلا اینجا بود، ببینید این آی تعادلی ماست، آی ما قبلا اینجا بود، الان هم اینجاست. اما اس ما قبلا اینجا بود، اما الان اس دو ما اومده به اینجا قرار گرفته. پس دقت بفرمایید، مقدار خروج سرمایه کاهش پیدا کرد، مقدار تراز تجاری کاهش پیدا کرد، تراز مثبت تجاری و خروج سرمایه که وجود داشت کاهش پیدا کرد. در واقع دولت با افزایش هزینه‌های مقدار از سرمایه‌ای که خارج می‌شد رو داخل خودش گیر انداخته، داخل اقتصاد متوقف کرده. بسیار ببینید، ما الان دو تا منحنی داریم، یکی نت اکسپورت هست، یعنی خالص صادرات. این خالص صادرات یه زمانی و در سمت راست خالص صادرات رو، یعنی این طرف خالص صادرات رو نسبت به تولید خالص ملی در نظر گرفته، و در سمت چپ باجت دفیسیت، سیاست بودجه دولت رو در نظر گرفته. ببینید در سال 2000 و در سال 2000 1999-2000 کسری بودجه آمریکا تبدیل به مازاد شد. این منهای 2% یعنی کسری بودجه شد مازاد بودجه. دقت می‌فرمایید، پس اینجا سیاست کاملا انقباضی بوده. دقت می‌فرمایید، در این از این تاریخ از سال 92 تا سال 2000 سیاست بودجه دولت آمریکا کاملا انقباضی بوده،
خب اگر که در نمود اگر که سیاست انقباضی باشه، اگر که سیاست انقباضی باشه، شما انتظار دارید طبق این مدل اگر سیاست انقباضی باشه، یعنی عکس اینها، یعنی به جای که S1 به S2 سیاست وقتی انقباضی باشه، سیاست که به شدت انقباضی باشه ما میریم از S1 میریم به S3. دقت فرمودید، سیاست که به شدت انقباضی باشه از S1 میریم به S3، یعنی پسنداز بخش خصوصی از اضافه میشه، یعنی دولت از اقتصاد خارج میشه بخش خصوصی وارد میشه. این مدل نشون میده اگر دولت از اقتصاد خارج بشه بخش خصوصی وارد بشه چه اتفاقی میفته. NX شما، تراز تجاری شما که قبلا منفی بوده، NX شما که قبلا منفی بوده تبدیل میشه به یک NX. NX شما الان باید بزرگتر از صفر، تغییرات NX شما باید بزرگتر از صفر باشه. تراز تجاری شما به کدوم سمت میره دوستان؟ ببینید NX شما الان شد NX3. دقیق فرمودید، قبلا این مقدار NX1 قبلا شما چه داشتید؟ قبلا اجازه بدید، قبلا سرمایه گذاریتون کمتر بود، پس اندازتون بیشتر بود، قبلا مازاد صادرات داشتید، مازاد صادرات. این مازاد صادرات شما بعداً تبدیل میشه به مازاد واردات. حالا ما خواهیم ببینیم اتفاق افتاده یا نه. ببینید اینجا مازاد صادرات بوده، تبدیل شده به مازاد واردات. ببینید اتفاقی که افتاده این هست که در اون زمان عصر طلایی کلینتون، قبل از اینکه عصر طلایی کلینتون شروع بشود، این نقطه رو ببینید، رنگش رو تغییر میدم. حالا ما روی چی صحبت میکنیم؟ روی تراز تجاری صحبت میکنیم. وقتی در انتهای دوره بوش پدر، در ابتدای دوره کلینتون اتفاقی که افتاده بوده این بوده که صادرات و واردات با هم دیگه بالانس بوده. حالا دولت کلینتون اومده کامل کسری بودجه رو حذف کرده به حساب اینکه خیلی کار درستی انجام داده. اتفاقا وفور هم در اقتصاد آمریکا به وجود اومده، بخش خصوصی تقویت شده، بخش خصوصی شروع کرده مصرف کردن، از واردات هم استفاده کرده. ملاحظه بفرمایید، ببینید تراز تجاری امریکا به حدود منهای 4% کاهش پیدا کرده، یعنی واردات آمریکا نسبت به صادراتش به شدت افزایش پیدا کرده. بنابراین همین منحنی، همین در واقع گرافی که شما دارید میبینید در اکثر مواقع درست است. اگر دقت کنید یک مقدار سیاست بودجه‌ای، تغییر سیاست بودجه‌ای جلوتر هست تا تغییر تراز تجاری. حالا دقت فرمایید، از سال 2007 2006 2007 ببینید، از اینجا اقتصاد امریکا، ببخشید من بازم از چیز شروع میکنم، از تراز. ببینید از سال 2006 2007 یعنی اینجا رو در نظر بگیرید، از وقتی که بحران داشت آغاز میشد، سیاست امریکا رفت به سمت باجت دفیسیت خیلی سنگین، مقدار کسری به شدت افزایش پیدا کرد، کسری بودجه اقتصاد امریکا به شدت افزایش پیدا کرد. دقت فرمودید، این رقم مثبتی که اینجا گذاشته، این رقم مثبت که اینجا میبینید به 8% رسیده، یعنی وضع دولت به شدت کسریش افزایش پیدا کرده. من نمیگم خوبه یا بده، ارزش نمیخوام بگذارم، ولی کسری دولت به شدت تشدید شده. اگر کسری دولت به شدت تشدید بشه چه اتفاقی برای بخش خصوصی میفته؟ بخش خصوصی به اندازه کافی درآمد نخواهد داشت که از واردات استفاده کنه. خب شما میبینید که وقتی بحران در امریکا شکل میگیره، مقدار تراز تجاری خارجی امریکا از منهای حدوداً 6% به منهای 2.5% بهتر میشه وضع تراز تجاری. خب این چی رو نشون میده؟ اگر نتیجه گیری بخوایم بکنیم این هست که تراز تجاری به پرسه یا به شخصه، فقط اگر رو تراز تجاری نگاه بکنید شما نمیتونید تعیین بکنید که وضعیت اقتصاد بهتر شده یا بدتر شده. مثلا در زمانی که بحران بزرگ از 2008 تا 2010 اتفاق افتاد، چون مردم پول نداشتن، چون دولت داشته در واقع به شدت سیاست تهاجمی داشته، کسری بودجه دولت افزایش پیدا کرده، تراز تجاری وضعیتش مناسب تر شده. اگر که حالت خونسا رو
به حالت مناسب در نظر بگیریم. من با اجازهتون فقط این مدلم خدمتون توضیح میدم و که یک مقداری به ذهن بنشیند. انشالله جلسه بعد دوباره از مدل اول شروع میکنم، ولی سریعتر جلو میرم. ببینید، این سیاست بودجه در خارج از کشور است. مثلا کشور امارات رو در نظر بگیرید. کشور آمریکا میاد نرخ بهره رو افزایش میدهد. چرا نرخ بهره رو افزایش میدهد؟ چون در آمریکا مثلا تورم به وجود آورده، آمده یا از رکود خارج شدند، بنابراین نرخ بهره رو افزایش میده. اگر نرخ بهره رو کشور در واقع کشور آمریکا افزایش بده، نرخ بهره جهانی افزایش پیدا بکنه، چه وضعیتی در اقتصاد امارات به وجود خواهد آمد؟ در اقتصاد امارات که سیاست بودجه‌ای اصلا تغییری نکرده، که سیاست بودجه‌ای همون سیاست سابق بوده، پس مقدار پسنداز ملی هم تغییر نمی کند. حالا چه اتفاق می افته؟ نقطه تعادلی ما، ببینید، از این نقطه که قبلا بود به یک نقطه جدید میرسه، چون نرخ بهره تغییر کرده. البته این در مورد سرمایه گذاری من عرض میکنم خدمتتون. تفاوت سرمایه گذاری و پسنداز میشه پسنداز مازادی که صرف خروج سرمایه میشه و صرف افزایش صادرات میشه. ببینید تفاوت، ببینید الان وضع سرمایه گذاری مثلا در امارات بدتر میشه. چرا؟ چون نرخ بهره جهانی افزایش پیدا کرده، پس سرمایه گذاری در امارات پایین میاد، مقدار پسنداز به مقدار سابق هست، پس خروج سرمایه تشدید خواهد شد. نقطه مقابل خروج سرمایه این هست که شما میبینید صادرات کشور امارات افزایش پیدا میکنه. تعجب میکنید، میگید خب نرخ بهره جهانی افزایش پیدا کرده، چرا صادرات کشور امارات مجددا افزایش پیدا کرد؟ خب چون سرمایه گذاری پایین اومده و شما اون سرمایه گذاری رو در نظر نگرفتید. البته این رو خدمتتون، بله بله، بازم توضیح میدم خدمتتون بعدها. و اینو خدمتتون عرض کنم که وقتی که اقتصاد در اقتصاد جهانی هضم شده، صادرات و واردات کل اقتصاد رو دوباره بالانس میکنه. یعنی درسته که اینجا سرمایه گذاری کاهش پیدا کرد، اقتصاد داره ضربه میبینه از افزایش نرخ بهره جهانی، ولی در مقابل صادرات از اون طرف افزایش پیدا کرده، بنابراین درآمدهای صادراتی افزایش پیدا کرده. منتها این صرف تولید زیرساخت‌ها در حال حاضر وقتی نرخ بهره جهانی افزایش پیدا کرده، صرف تولید زیرساخت نمیشه. صرف افزایش صادرات میشه. ببین آقای وکیلی پرسیدن سیاست انبساطی چطوری با افزایش نرخ بهره جهانی هم راست. نه، ببینید سیاست بودجه‌ای انبساطی در خارج، یعنی آمریکا سیاست بودجه انبساطی داشته، حالا میخوایم ببینیم چه بر سر امارات میاد. دقت میفهمید؟ هنوز که امارات که سیاست بودجه انبساطی یا انقباضی نداشته. حالا من این سوال از خدمت شما میپرسم، اگر چنین حالتی اتفاق بیفته به نظر شما امارات باید چه کار بکنه؟ آیا اصلا امارات میتونه مقدار سرمایه گذاریش رو از طریق سیاست بودجه تغییر بده؟ به نظر شما امارات چه بکنه؟ درسته؟ ببینید سیاست بودجه انبساطی مثلا امریکا یعنی افزایش نرخ بهره جهانی. جانم بفرمایید، آقای رضایی بودید؟ امارات با بالا بردن هزینه های دولتش داخل کشور خودش نگه میداره، یعنی هزینه هایی که خرج میکنه برای رفاه عمومی میتونه این هزینه ها رو بالا ببره، جیرو ببره بالا. خب جیرو ببره بالا و مثلا قسمت خدمات بهداشتی بهتری بده، خدمات آموزشی بهتری بده و مثلا فرض کنید که باعث بشه خروج سرمایه اتفاق نیفته. آفرین آقای رضایی. آقای رضایی حالا من از شما میپرسم، یعنی S1 میره سمت راست یا سمت چپ؟ S1 به این سمت میره یا این سمت؟ به مبدا نزدیک میشه یا دور میشه؟ پسندازا کم میشه. احسنت. یعنی ببینید پسنداز کم میشه، ببینید. و از اون برم خروجش کم میشه. ببینید NX، احسنت بر شما، NX مثلا بوده چقدر؟ مساوی میگیرم با 10. بعد که نرخ بهره جهانی افزایش پیدا کرده، NX2 شده 20. صحبتی که آقای رضایی به درستی کردن این بود که این S1 رو شما تغییر میدی، میاری مثلا اینجا قرار میدی، مثلا اینجا قرار میدیم، درست شد؟ حالا این یک S2 هست.
این استو یعنی امارات هم دقیقاً همون سیاست انبساطی بودجه امریکا رو امارات هم در پیش میگیره. بعد خالص تراز تجاریش تغییر نمیکنه، به جایی که 20 باشه باز دوباره میشه چی؟ میشه همون 10 سابق. حالا وقتی دولت هزینه‌هاش افزایش داده یعنی چیکار میکنه؟ یعنی کیفیت هزینه‌های دولت افزایش پیدا میکنه، یعنی مثلا کیفیت آموزش بهتر میشه، کیفیت بهداشت بهتر میشه، مقدار صادرات انقدر، مازاد صادرات نه خود صادرات، مازاد صادرات انقدر تغییر نمیکنه، بنابراین خروج سرمایه هم انقدر تغییر نمیکند. احسنت بر شما آقای رضایی. ببخشید دکتر، پس میتونیم چه بگیریم که اون اقتصاد کوچیکتر، کشور کوچیکتر، بله، برای اینکه ضرر نکنن همون سیاستی که اون اقتصاد بزرگ انجام میده رو تو کشورشون پیاده میکنن؟ یعنی اگر اون سعی میکنه مثلا بالا هزینه های داخلی خودشون، اینا هم همون کارو میکنن. آقای رضایی یه جاش حتمیه، یه جاش حتمی نیست. حالا اونی که حتمیه رو بعدن به شما میگم. همین آقای ماندل کشف کرد دیگه، همین که امروز به رحمت خدا رفته. آقای ماندل گفت که دقیقاً باید سیاست پولیشون رو از سیاست پولی کشور مبدأ باید پیروی کنن، پیروی کامل، و این اتفاق افتاده. بعضیا میگن چرا نرخ ارز امارات در طی 40 سال گذشته تغییر نکرده؟ چون دقیقاً سیاست گذاری پولی بانک مرکزی امارات دقیقاً منطبق با بانک مرکزی امریکاست. این چیزی که ما اینجا گفتیم انقدر قطعی نیست، ولی ما با همین مدل تا حالا به این نتیجه رسیدیم که نه فقط باید سیاست گذاری پولیشون منطبق باشه، بلکه باید سیاست گذاری مالیشون هم منطبق باشه. بنابراین استقلال اصلا ندارن این اقتصادهای کوچک. بله، خب دوستان عزیز، آقای شیخ به آقای پرسیدن که اقتصادهایی که تراز تجاری مثبت دارن چرا در اقتصاد خودشان مازاد تجاری سر؟ آقای شیخ به آقای عرض کردن دیگه، قطعا همینه. یعنی اصلا شما به همین نتیجه رسیدید که شاید به نفع اقتصادها باشد، شاید به نفع اقتصاد باشه که همیشه تراز تجاریش صفر باشه، نه مثبت باشه نه منفی باشه، در خود اقتصاد سرمایه گذاری کنه. اتفاقا من توصیه‌ام به کشور ایران، به خصوص به ایران، این هست که در خود اقتصاد سرمایه گذاری کنه. عرض ادب. سلام استاد، من گمان میکنم نتونستم سوالمو خوب انتقال بدم. سوالی که داشتم مربوط به فرض مسئله دوم بود که داخل کادر صورتی نوشته بود که اگر امکانش باشه اون اسلاید رو مجددا بیاریم. بله خب، این اسلاید بعدی. اسلاید خب بفرمایید. بله سوالتون بفرمایید. این که داخل کارت نوشته شده سیاست بودجه انبساطی در خارج از کشور نرخ بله. بهره جهانی رو افزایش میده. بله بله خب، یعنی در خارج از کشور مثلا امارات بله. سیاست انبساطی در پیش گرفتن که به تبع این سیاست نرخ بهره جهانی چجوری افزایش پیدا کرده؟ اون کشور بزرگه، ببینید منظورشون اینه که اون کشور بزرگه سیاست انبساطی بودجه‌ای داشته، اون کشوری که میتونه نرخ بهره جهانی رو تغییر بده. دقیق فرمودین. اون پس باید اون وقتی بخواد سیاست بودجه انبساطی داشته باشه مگه نباید نرخ بهرهش رو کاهش بده؟ نه. ببینید آقای وکیلی بودید؟ کی بودن که صحبت کردن؟ بله. ببین آقای وکیلی عزیز، سیاست بودجه انبساطی باز میشه نرخ بهره بره بالا. چرا؟ چون دولت هزینه‌هاشو میبره بالا، مالیات هم نمیگیره. این فاصله رو از کجا تامین میکنه؟ جی ام ان های تی رو از کجا تامین میکنه؟ آی وکیلی، دولت کلی هزینه داشته باشه، دولت کلی هزینه کنه، احسن، از اوراق، جای دیگه نداره، پس اوراق زیادی منتشر میکنه. حالا اگر که بانک مرکزی اوراقو نخره، اگر جامعه این اوراقو بخوان بخرن، اگر اوراق زیادی منتشر کرد بعد چه اتفاق میفته؟ اوراق خیلی زیاد، اوراق زیاد شده جامعه، توجه میکنید؟ وقتی اوراق زیاد، وقتی یه چیزی زیاد عرضه کنن قیمتش میره بالا یا میاد پایین؟ قیمت اوراق کم میشه، بعد قیمت اوراق میاد پایین. قیمت اوراق بیاد پایین، نرخ بهرهش بالا میره یا پایین میاد؟ قبلا 5 به روی 100 میداد، الان 5 به روی 50 میده. 5 تقسیم بر 100 میشه 5%، 5 به روی 50 میشه 10%.
پس وقتی که شما سیاست انبساطی سیاست انبساطی بودجه ای دارید، جی رو افزایش میدید، هزینه‌های دولت رو افزایش میدید، مالیات رو کم میکنید، این فاصله رو اوراق میفروشید. این فاصله رشد کرده، قبلا اینقدر بوده، حالا اینقدره. یک مقدار زیادی اوراق تو جامعه میریزید. به محض اینکه اوراق توی جامعه برسید، قیمت اوراق در جامعه کاهش پیدا میکنه، نرخ بهره اوراق افزایش پیدا میکنه. چون اصلا اینجوری هم میتونید بگید، چون اوراق زیاد شده، بازدهی که اوراق میده باید بیشتر باشه تا سرمایه‌گذارا رو جذب کنه. وگرنه سرمایه‌گذارا میگن این اوراق اصلا تو جامعه هست دیگه، ریخته. اینجوری هم میتونه روش فکر کنید. پس سیاست بودجه انبساطی باعث میشه نرخ بهره بالا بره. سیاست انبساطی پولی باعث میشه نرخ بهره پایین بیاد. حالا اونو بعدا خدمتتون عرض میکنم. آفرین. بسیار عالی. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما.